به نام ایران، به نام ایران آریایی، به نام ایرانیان آریایی، به نام کوروش بزرگ، به نام داریوش بزرگ، به نام رضا شاه بزرگ، به نام شاهنشاه آریامه ایران پدر، به نام فره پهلوی ملکه مادر، به نام شاهزاده رضا پهلوی فرزند مبارز ایران، به نام خدای من ایران، به نام خدایان ایران، ملت آریا ایران. برزاده به احترام، آریان وطن خواستم در برنامه ایران آریایی، تلویزیون جهانی ایران آریایی، ساعت 5:05 دقیقه بعد از ظهر است، روز سه‌شنبه 27 تیر ماه 2571 شاهنشاهی برابر با 17 جولای 2012 میلادی. سپاس از اینکه تلویزیون خودتون نگاه میکنید، تلویزیون مورد علاقه شماست و همیان آریایی ما هستید. همیان در کشور زیبا با آریایی ما چی میگذره؟ کشور آریایی ما گرفتار یک سری حکومت دزدان متعلق به واقعا تازی ها و حکومتی که اصلا هویت ما رو در مقابلش ایستاده، 33 ساله داره مبارزه میکنه و در آتش براندازی حکومت اسلامی این نسل جوان شرکت کرده و این جنایتکاران رو با دست خودش به پایین میکشه. بهرام‌مزدا ایران حکومت جمهوری اسلامی به دست ملت ایران سقوط میکنه و به هیچ طریق دیگری. اگر طریق دیگری بخواد سقوط بکنه، نابودی کشور ما رو به دنبال میاره. سوالی که آریان از شما میکنه و همیشه این سوال رو تکرار میکنم، همین واقعا آمادگی دارین که بعد از 33 سال با جبهی که در ایران هست، جبهی که در خاورمیانه است و موقعیتی که کشور ما به خصوص در این موقعیت بسیار اضطراری قرار گرفتیم، بیان با هم متحد بشیم و در مقابل رژیم بیستیم و رژیم به پایانش بکشیم؟ این کاریه که باید انجامش بدیم. زمان زمان فروپاشی جمهوری اسلامی است، زمان زمان اتحاد مردم ایران در داخل ایران و در بیرون است و زمان هست که ما این مقداری واقعا تجربه بکنیم اون کاری که ظرف 33 سال گذشته انجام دادیم و به نتیجه نرسیدیم، چون اتحاد نکردیم و رژیم اتحاد کرد، متحد بودن و 33 سال بر کشور ما غالب بودن. و قسمت پایانی این سوال این است که تلویزیون ایران آریایی چگونه ارزیابی میکنید؟ تلویزیون ایران آریایی به زیبایی داره میدرخشه با کمک شما همیانان و همیانانی که جلوی دوربین با همیانان صحبت میکنند. برنامه هایی دارن بر ایران میفرستن که همیانان در داخل ایران دوستش دارن، بهش نگاه میکنن و افتخار میکنن به تک تکشون، دارن مشخصات این رسانه رو با سرعت و قدرت در سطح ایران دارن پخش میکنن. تمام اخباری که میاد ما بر صورت عده زیادی داریم باشون صحبت میکنیم. کسانی که در دوربین صحبت میکنن، چه اشخاصی در ایران صحبت میکنن و شما هم میانان با واقعا پذیرشی که از ما کردین نشون دادین که رسانه خودتون رو بعد از سالهای سال پیدا کردین، دوستش دارین و میخواین باش همراه باشین و هم صدا برای مبارزه با جمهوری اسلامی. تک تکتون رو واقعا افتخار میکنیم بهتون و ما در خدمت ملت آریای ایران هستیم و ایران به دست نسلی آزاد میشه که در این رژیم بزرگ شد و این رژیم فکر از اونا رو مخشویی میکنه، اونا رو دنبالی رو به خودش میکنه، در حالی که خبر نداشت در دام هویت آریایی ما افتاده و به هیچ عنوان از این دام نمیتونه فرار بکنه، برای که هویت زیبای ما باید غالب بشه بر هویتی که اینا برای ما آوردن و تازیست و ایرانی نیست و ضد هویت ماست. من برنامه امروز اختصاص دادم به اینکه مقایسه بکنیم واقعا چرا میخوایم جمهوری اسلامی برداشته بشه. چرا سوال میکنیم از خودمون فقط به خاطر لچک سر زمان کردن رو؟ نه، خیلی مسائل هست، مسائلی که بارها و بارها و بارها هزار بار در مورد صحبت شده. مسلمه کشور ما اشغال کردن، مسلمه اینا فلسطینی هستن، دستمال فلسطینی دارن، مسلمه که هزار بلا به سر کشور ما آوردن، کشت و کشتار کردن، وارد جنگ ما کردن، گروگان گرفتن، حیثیت ما در سطح دنیا بردن. اینا عواملی هستش که ما میخوام برش داریم، ولی عامل مهمتری هستش که باید واقعا بهش فکر کنیم. درگیری که ما با این رژیم داریم، تمام اونا رو بگذاریم کنار که یک واقعیتی است و همه ما راجبش میدونیم، این هویت ماست. نبردی که ما داریم، نبرد دو روش زندگی است. ما در ایران میخوام به طریق آریایی زندگی بکنیم، اینها آمدن این هویت ما رو، روش زندگی ما رو، مرام ما رو میخوان بگیرن و دارن عوضش میکنن و 33 ساله هر اقدامی تونستن بکنن که مرام ما، روش زندگی، نوع زندگی ما رو عوض بکنن و اون چیزی که میخوان به ما حقنه بکنن و مجبورمون بکنن اگر گوش نکردیم بهشون شلاقمون بزنن، بازداشت میکنن، به اون تجاوز بکنه. مشکل من که بهش فکر میکنم، واقعا بزرگترین مشکل ما نحوه زندگی ماست که از ما گرفتند. ما میخوام این نوع زندگی خودمون رو داشته باشیم. اینها اومدن چون تازی ان، خرافه گرا هستن، عقب افتاده مذهبی هستن، اومدن اون چیزی که خودشون نظرن هست میخوان بر ما این رو حقنه بکنن و ما نمیتونیم قبول بکنیم. من امروز در سر بزرگی از بحثم راضی بنم که ما چگونه میخوام زندگی بکنیم
و اینها مدن چه نوع زندگی میخوان به ما مجبور ما میخوان که زندگی بکنیم و نمیتونیم قبول بکنیم. هیچ کس نباید قبول بکنه، برای که ما در کشور زندگی میکردیم که بسیار زیبا بوده، آریایی بوده، هر کس آزاد بوده به هر طریقی که دوست داره زندگی بکنه، لباس بپوشه، رفت و آمد بکنه، به مذهب خودش رو، باورش رو، کشورش رو لذت ببره و آقای خاورمیانه باشیم و آقای جهان. این از ما گرفتن. چرا ما میخوام باش بجنگیم؟ این مسائلی من میخوام باهاتون مطرح بکنم نازنینان، که من میشینم واقعا بهش فکر میکنم، میگم آریا نگید راجع به چی میخوای صحبت بکنی؟ مسائل بسیار زیاده، وحشتناکه. موقعی که الان کشور ما قرار گرفته، باورم که ظرف 33 سال گذشته هیچ زمانی کشور ما در این معرض خطر بزرگ قرار نگرفته و هیچ زمانی رژیم به این اندازه شکننده و منزوی نبوده. باید کاری برای کشورمون کرد، نه تنها به خاطر اینکه اومدن ایران رو دارن نابود میکنن، دریای شمالمون رو از دست دادن، در جنوب خلیج فارس که عرب سوسمار خورد دارن به ما رو گردن کلفتی میکنن، اینا نحوه زندگی ما رو از بین بردن. ما به این طریق نمیخوام زندگی بکنیم، این حق ماست. اون حقوق بشری که در ایران کوروش بزرگ اومد به دنیا هدیه کرد، ما رو نداریم که استفادهش بکنیم. بنابراین بیان شروع کنیم ببینیم که واقعا نحوه زندگی ما چیست و اینا چه نوع زندگی برای ما آوردن. از شماره یک من شروع میکنم. ما آریایی هستیم. یعنی چی؟ ما طرفدار گفتار، طرفدار کردار و اندیشه نیک هستیم. اونا نیستن. اونا خونده گفت جوان ایرانی میخوان هر مذهبی بره سراغش بره، بره بهایی بشه، مسیحی بشه، کریمی بشه، ولی نگذارین زرتشتی بشه. برای که این باور ایرانیان آریایی بوده که بیان طرفدار گفتار، کردار و اندیشه نیک باشن. ما با هیچ دینی درگیری نداریم، هر کس باید آزاد به دین خودش. این اولین درگیری که ما داریم، ما آریایی هستیم، اینها آریایی نیستن. نه تازیان اومده لباس پوشیدنش، صحبت کردنش، عبادت کردنش، اون عمامه‌ای که به سر می‌گذاره و اون صحبتاری که مطرح می‌کنه، اون مرام زندگی ما نیست. مردم در داخل ایران میخوان راحت زندگی بکنه، طرفدار گفتار کردار بندش اینی که میخواد زیبا صحبت بکنه، رفتارش خوب باشه و خوب فکر بکنه. اونا مدن مغز شما رو میخوان بشونن، میگن بیا جلو خامنه ای، بگو خامنه ای رهبر حکم جهادم بده. خب این رو این مرام ما نیست، ما نمیخوام این کار بکنیم. اینا به زور میگن که باید بیای تو نماز جمعه، اگه نیای تو مسلمان نیستی. میخوای کار پیدا بکنی، باید از آخوند شیخ محله ورقه بیاری که شما نمازت رو میخونی یا مسلمانی یا این کارا رو داری میکنی. خب اینا میخوان این چیزی که خودشون باورشون هست اومدن به ما میخوان فرو بکنن، ما نمیخوام اجازه بدیم، این حق ماست. پس برابر این درصد بزرگ درگیر ما اینه که ما روش زندگی ما آریاییه و شما نیستید. شما تازی هستید، شما بر ضد هویت ما هستید و در مقابلت ایستادیم و خوشبختانه این نسل جوان که میتونست حسابی مغز شوید شده باشه و در زیر قبای آخوندها جمع بشه، اومد بیرون، لباس زیبا پوشید، مبارزه کرد، آرایش کرد، موهاش رو اگر مجبور شد لچک سرش بکنه خیلی زیبا درست کرد، لباس قشنگ پوشید، زیبا رفتار کرد، بوی خوب داد، بوی تعفن و گند نمیدونم عقب افتادگی استانی ازش نیومد بیرون. این یک مبارزه است، ما برای این داریم مبارزه میکنیم. کشوری که بنیانگذار حقوق بشر در ایران بوده، اون را از ما گرفتن. تمام 33 ماده حقوق بشر که باید در هر کشوری و در اکثر کشورهای دنیا داره اجرا میشه با کم و بیش، در ایران یک دونش اجرا نمیشه. ما باید این پسش بگیریم. این حقوق بشر است که ما میگه باید هر طریقی میخوان زندگی بکنیم، هر باوری داشته باشیم، بهایی و مسلمان و نمیدونم فلان فلان آزاد باشه، برای خودش باور خوش داشته باشه. چه برای بر سر بهاییان در ایران میارن، چه برای بر سر همیاران کریمی میارن، چه برای بر سر مسیحیان میارن، چه برای بر سر سنی ها میارن. اینا اومدن تعصب شیعه رو میخوان در سطح کشور، در سطح خامنه پیاده بکنن و ما باید در مقابلش مقاومت بکنیم. ما مخالفت هایی که باشون داریم در دو گذشته از اون مشکلاتی که برای کشور ما ایجاد کردن و کشور ما در مازی خطر قرار دادن، این مشکلات اساسیه برای ما. نحوه زندگی ما را از ما گرفتن. 33 سال این مردم در ایران نمیتونه به اون طریقی که میخواد زندگی بکنه، میخواد موزیک گوش بکنه، میخواد شاد باشه، میخواد دریای شمال استفاده بکنه، به اون طریقی که دوست داره از مواهب کشورش میخواد لذت ببره، از اون گرفتن. اون سردار رادان دستور میده تابستان میشه، ما در چهار استان شمالی با قدرت رفتار میکنیم. اینها اومدن اون چیزی که اونها میخوان بر روی زندگی ما میخوان غالب بکنن و ما باید مبارزه بکنیم باش. در تمام صدو ما با اینا مخالفیم و باید باشیم مبارزه بکنیم، به پایینشون بکشیم. ما میان پرستیم،
به کشورمون احترام میگذاریم، به گذشته خودمون افتخار میکنیم، برای آب و خاکمون ارزش قائلیم. اینها بر ضد کشور ما هستن. اینا اومدن از روز اول فلسطین فلسطین کردن، دستمال فلسطین کردن خامنه ای، دستمال فلسطین کردن نمیدونم رئیس مجلس این لاریجانی و برادرش و احمدی نژاد و تمام این جنایتکاران. این کشور ما ایرانیه، ما فلسطینی نیستیم، ما تازه نیستیم. اینا اومدن اصلا هدفشون فلسطین و نابودی کشور اسرائیله. کشور ما رو به عنوان یه پایگاه استفاده کردن چه کارهای تروریستی خودشون انجام بدن. این حق ماست که دفاع کنیم از کشور خودمون. نازنین همین که در ایران داری برنامه نگاه میکنی، اینا بر ضد هویت ما، بر ضد کشور ما، بر ضد طرز زندگی ما هستن. کمتر راجع به صحبت شده. اینا نحوه زندگی ما رو عوض کردن. نگاه کنی تلویزیون پشم و شیشه رو، اون خانمی که لچک سرش میکنه با اون کسانی که میان جلوشون مینشینن، اینا اصلا ایرانی نمیتونه باشه، ممکنه پارسی صحبت میکنه، ولی اینا تازیان. اون طرز لباس پوشیدنشون، روش کثیفی که گذاشتن، به اون طریقی که میان، ما سقوط کردیم نازنینان. و این سقوط رو باید متوقفش بکنیم. 33 سال این سقوط کافی بوده. دارن فرهنگ ما رو از بین میبرن. زنان در ایران همیشه پا به پای مردان، به خصوص در زمان رضا شاه و اعلیحضرت، جای خود در جامعه پیدا کرده بودن. به حد وزیری میتونستن برسن، وکیل باشن. چه کارمون کردن؟ نصف مردش کردن، بالاترین توهین رو بهش میکنن، تا از کار برکنارشون کردن، پاکسازیشون کردن و نامتاسفانه رو به راه فحشا و کسافتکاری کشوندن. اینا هویت ما رو، زنان ایران ما دارن خوردشون میکنن. چطور نشستیم و نگاه کردیم زنان و دخترها زیبایمون در جنوب خلیج فارس زیر عربا خوابوندن، یه ده جنایتکار رفتن اونجا کرست گذاشتن و یه ده بچه آزاریم بازاریا بردن، پول جمع کردن و بردن. اون شرافت انسانی ما رو از بین بردن اینها. ایرانیان تمدنگرا ما هستیم. ما تجدد رو دوست میداریم، دوست داریم خانه زیبا داشته باشیم، دوست داریم لباس زیبا بپوشیم. بیا نگاه کن تو بیلبورد هیز، نمیدونم بسپو جایی که ایرانی‌ها هستن، هر کجای دنیا بهترین سلیقه رو انتخاب میکنه، بهترین اتومبیل رو میخره، خانه‌ش رو میخواد در اون ناحیه که از بهترین باشه. این حق یک ایرانیه، برای که کشور ما شایسته افرادی است که زندگی مرفه و متجدد داشته باشن. چرا گوش نکردیم و خودمون رو به این صورت سقوط دادیم؟ سریان اعلیحضرت اومدن هواپیمای جان به جان برای ایران تهیه کردن. هیچ کشور در خاورمیانه اولین بار در فرودگاه مهرآباد زمین نشستن. چرا انقدر سقوط کردیم؟ این هویت ما بوده که وقتی میان بیرون زیبا باشیم، زیبا لباس بپوشیم، هواپیمامون بهترین باشه، پدر ایران بهترین باشه. از نظر قیافه و هیکل وقتی راه میرفت روی کره زمین لنگشت رو نداشتیم. رضا شاه رو نگاه بکنید، وقت چی آوردین گذاشتین؟ خامنه رو آوردین گذاشتین رهبر کشورتون؟ با اون دست نمیدونم نابود شدهش که شما میخواستین جانش رو بگیرید و دستش رو معلولش کردید؟ این هویت ماست. چی برای ما آوردن؟ این روش و پر چی سر تا سر ایران مجبور شده به خاطر که برای خواهی نبودن عروضه همه تو عروضه اومدین جز به خودتون رو جز به رژیم کردی، ولی میدونی باش مخالفی. میگه آقا من باید همرنگ جماعت بشم، نه باید همرنگ کسانی بشم که هویت رو دارن نابود میکنن. چرا این کار کردیم 33 سال؟ باز این بر میگرده به سقوطی که ما کردیم. ایرانیان مسلماً دوست دارن زیبا لباس بپوشن، موهاشون قشنگ، بانوارشون درست کنن، تراوجهرات زیبا داشته باشن، بهترینشون شایسته شون هستن برای کشوری که دارن با تمدن بسیار بزرگ، سابقه فرهنگی بسیار زیبا. ما آریایی هستیم. منابع زیرزمینی مملکتمون بی‌نظیره، منابع گاز همینطور. کشور ما بهترین کشور در سطح جهانه. ولی چی شده ما انقدر سقوط کردیم؟ چرا هویت خود از دست دادی؟ چرا قبول کردی که به این طریق لباس بود؟ چرا به این طریق قبول کردی که نمیدونم لچک سرت بکنن؟ نباید قبول میکردیم، برای که اینا میخوان هویت شما را از من ببرن. 10 سال دیگه اینا ببونن، 20 سال دیگه ببونن، اصلا دیگه نامی از ایرانی وجود نداره. شما نمیتونین حتی به این طریقی که الان این مقداری دارین مقاومت میکنین، دارن نابودتان میکنن. اینا میان سراغ کسانی که زیبا لباس پوشیدن، بوی خوب میدن، قیافه چهره زیبایی دارن، با خودشون که کاری نداره. همشون میبینین چقدر واقعا بدترکیبن، برای که افکارشون درونشون زشته. این رژیم زشتن، زشتگران. تو باید بدترکیب و زشت باشی که به پوزیشن بدن که به تو تلویزیون سراغ نگاه کنه. یه آدم خوشتیب و خوش چهره تو این تلویزیون نیست. همشون دماغ گنده و ریشای بدترکیب و قیافه‌های بدترکیبی دارن. شما گریت میگیره. باید نمیخوام هویت منو تو میگن همینه. اینا ایرانیه، ما ایرانی نیست. اینا ایرانی نیستن نازنینان. دارن به دنیا نشون میدن وقتی تصویر احمدی نژاد رو نشون میدن به عنوان رئیس جمهور، یا خامنه‌ای نشون میدن، یا نمیدونم فیروزآبادی نشون میدن فرمانده نمیدونم سپاه پاسدار بسیج.
اینا دنیا رو به در مقابل ما قرار دادن، یا نگاه کنید دنیا چقدر زشتن، کجا ما زشت بودیم؟ ما عرزت رو داشتیم، شهبانو فرح رو داشتیم که هر کجای دنیا مسافرت میکرد لذت میبردیم. پدر ایران داره به کشورهای خارج چه افتخاری بهش میداشتن، حالا کجا میریم؟ کجا میرن سران کشور؟ اغلب کشورها قبولشون نمی کنن، هویت ما رو از بین بردن، ما برای هویت خودمون داریم میجنگیم. فقط به خاطر روسری سن زنا کردن و چادر سر کردن نیست، خیلی بزرگتر و عمیق‌تر از اونه. شما در ایران نمیتونی به این طریقی که آریان لباس پوشته اونجا باشی، شما تاغوتی میشی، شما کروات گیاسی برای اونها بر ضدشونه. نمیتونی با تمیز باشی، باید تریش داشته باشی، باید یه جند تعفن اسلامی بدی نازنین. این هویت ما بوده. سران ارتش رو میدیدید، کسانی که در دولت کار میکردن، من خودم در بانک ملی کار میکردم، وقتی جلو رئیس بانک می‌نشستی اونجا تر و تمیز با کت و شلوار و کروات یک سری شخصیت بودن. چی شده همه نگاه می‌کنی؟ اینا هویت زدایی دارن می‌کنن، می‌خوان شما بد لباس باشید، می‌خوان بوی گم بدی به کسافت. گفتم براتون برین جلو خامنه اونجا هی گلاب پخش می‌کنن، بوی تعفن میدن همشون، مجلسشون همینطوری قیافه رو نگاه کنین وقتی صحبت می‌کنن تعفن دهنشون رو حس می‌کنی که چقدر اینا کثیفن، برای که افکارشون کثیفه. ان نظافت من الان اینا میکنن، کجا اینا نظافته؟ با اون روش ریششون، با اون قباشون، با اون پیرنای یقه کثیفشون که پوشیدن، با اون کت شلوار و چروکی که میشینن جلوی دوربین یخاغوندی با جلوی دوربین تلویزیون اشغال شده ما میان صحبت میکنن، اینا هویت ما را از بین بردن. اینا ایرانی نیستن، ایرانی زیبا لباس میپوشه، زیبا صحبت میکنه، دوست داره که خوش ترکیب باشه، خوش هیکل باشه، خوش صحبت باشه، عشق ببرزه به خانواده خودش، بهترین ماشین رو داشته باشه، بهترین وسایل زندگی رو برای خودش درست بکنه. چه شده برای ما؟ چه برای به سر خودمون آوردیم؟ ملت ما ملتی است بسیار سرطرف. ما خواهان طرفداری از حقوق بشر هستیم، ما حسن همجواری دوست می‌داریم. در زمان اعلیحضرت ما با تمام کشورهای جهان رابطه بسیار خوبی داشتیم. چه کسی با ایران دشمن بود؟ به ما حسودی کردند، اومدن این برار به سر ما آوردن. تمام کشورهای خارج می‌اومدن، کارگراشون کارمنجو در ایران کار می‌کردن، می‌اومدن در زمستان در اسکی‌های دیزنی و جای دیگه آلمانی‌ها و فرانسوی‌ها می‌اومدن تو اسکی می‌کردن. چه شد بر ما؟ چه شد واقعا بر ما که اینقدر ما سقوط کردیم؟ ما هیچ مشکلی با همسایگان خودمون نداریم. کی با ایران خوبه؟ فقط بشار اسد، اینجا من فاصله بگیرم، بشار اسد در حال سقوط نظر، اتفاقات بزرگی در خاورمیانه داره میفته. امروز یکی کس براتون حتما پخش میکنم، برای سی ان ان هست، کسانی که دارن باش مبارزه میکنه، به ارتشیایی که به مردم پیوستن در سطح پایتخت سوریه دمشق پخشن و تقریباً به جایی که بشار اسد کاخ رئیس جمهور در اونجاست. همین کاری که به قذافی بودن به طریق دیگری انجام میشه، چون امکان نداره بتونه بمونه، فقط ماندن که ببینن چه روزی. بشار اسد رفتنیست نازنینان. من مطمئن هستم که این جنایتکار وقتی پایین کشیده بشه، یکی از بازوهای جمهوری اسلامی که بهش مینازه و میخواد بمونه برای که خطر خودش حس میکنه قطع میشه. باورم بکنین اتفاقات بسیار بزرگی در خاورمیانه داره میفته و ما مواظب باشیم کشور ما مورد حمله قرار نگیره و خودمون بیایم به صحنه کاری برای کشورمون انجام بدیم. بسیار موقعیت کشور ما خطرناکه، برای ما شاخشونه میکشن. امریکا آمادگی کامل پیدا کرده، جمهوری اسلامی داره صحبت میکنه که طرح بستن بتنگی هرمز داره نوشته شده و آماده است و اینا هر آن نشستن که بهشون حمله بشه و کشور ما رو نابود بکنن. براشون مهم نیست، برای که اینا ایرانی نیستن، اینها فلسطینی فکر میکنن، اینها تازیان، اینها بر ضد هویت ما، بر ضد کشور ما رو، همونطور که خمینی جنایتکار گفت، اینجا غنیمت اسلامیه، گرفتن منابعش استفاده میکنن، افکار پلید خودشون رو در سطح ایران پخش کردن که تعفن اسلامی است و افکار پلید خودشون در سطح خاورمیانه و سطح جهان پخش کردن که میخوان پرچم اسلام رو بالای کوههای تمام دنیا بگذارن. ما باید جلوی این جنایت رو، این واقعه شون رو برای کشورمون که 33 سال اتفاق افتاده و الان داره بعد بزرگتر پیدا میکنه خودمون بگیریم. چگونه میشه این کار کرد؟ با یک قیام ملی به صحنه بیام اینا رو به پایینشون بکشیم. راه دیگه برای آزادی ایران، نجات از این مخمصه‌ای که کشور ما غریبه وجود خارجی نداره. خودمون باید کشورمون آزاد بکنیم، به خاطر که هویت ما در خطره، مملکت ما در خطره، سرحدات مملکت ما در خطره، آبرو و حیثیت و شرف ایرانی ما در خطره و نابودش کردن. هدفشون همین بوده است. آقا شما ایرانی هستید، حتی کوروش رو باورش نداره، میگن دروغه. وقتی میان هولوکاست رو انکار میکنند، شما توقع از اینها دارید؟ جایی که 6 میلیون انسان رو فقر نمی کنه باورش چی بوده؟
در کوره ها سوزاندند و جانشون رو گرفتند. وقت این جنایتکار احمدی نژاد میاد و از طرف دولتی میآید که حمایت میکنه این صحبت رو، ببینید کار ما چقدر خرابه. یکی از این سران ارتش گفته اگر یک دونه چیز به طرف ما بفرسته اسرائیل، ما اسرائیل از روی کره زمین نابود میکنیم. ایرانی چیکار دارن میکنن؟ دارن جنگ طلبی میکنند. ایرانیان زندگی را دوست میدارند، هیچ کس شهادت را دوست نداره. اینا اگه شهادت دوست دارن خودشون شهید بشوند. در زمان جنگ ایران عراق 1,000,000 جوان ایرانی رو به هر علتی بود، حالا برای کشورمون بود، به خاطر تعصب مذهبی بود، نمیدونم کلیت بهش بگردن، نوجوانان داختن نابود، شهید شدن. سر تا سر ایران رو جنازه ها رو چار کردن و گشتن شهید. در دانشگاه و در خیابان ها و سر چهارراه اینا چار کردن و شده شهید. ملت ایران شهید پرور نیست، ملت ایران زندگی پروره. ما میخوام زنده باشیم، میخوام انسانهای خوبی باشیم، کمک بکنیم به هم نو، در جامعه بنامله جای خوبی داشته باشیم. این هویت ماست، هویت ما رو گرفتن، شده شهید 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 مطهری، شهید کوف، مرگ زهرمان. چرا شهید شدی؟ برای چی شهید شدی؟ چرا قبلا هیچ کس شهید نمیشد؟ چرا همه زندگی میکردن؟ چرا میساختن ایران رو؟ چرا جنایتکار جمهوری اسلامی وقتی شروع به کار کرده فقط شهید پروره در کشور ما کرده؟ برای چی شهید؟ چرا باید شهید بشید؟ چرا باید جنگ ایران عراق شروع بکنه خمینی جنایتکار و میلیون ایرانی شهید بشن؟ چرا؟ ما اگه کسی جانش از دست داده احترام بهش میذاریم، میگیم جانبازه. وقتی میگه شهید، اون چیزیش که اینها میخواهند. ایرانی دوست داره، آریایی دوست از زندگیش لذت ببره، از طبیعت لذت ببره، از وجود خودش، از عشق، از خانواده، از سازندگی، از فردا، از رشد کردن در یک جامعه سالم لذت ببره، از مواهب بسیار زیبای کشورش میخواد لذت ببره. دختر پسر میخواد دست هم دیگر بگیرن برن توی دنسینگ با هم برقصن، در یک کنسرت شرکت بکنن، کسی نیاد اونجا پاسدار بسیجی مزاحم بشه، این حقش رو گرفتن. میخواد به در استودیوم آریامر اونجا مسابقات فوتبال هر چی رو تماشا بکنه، هیچ کس نباید جلوش بگیره. دختر پسر میخواد دست در دست هم اونجا بنشینن، اگه خواست ماچو بوسی هم بکنه هیچ کس حتی بهش نگاه بکنه، بگه حقته، آزادی، چه اشکالی داره؟ چرا ازش گرفتید؟ کیا هستن که به شما این دستور دادن، هویت رو گرفتند؟ مگر نبودید در زمان گذشته در به شما میرفتین کسی مزاحم شما نمیشد؟ خانواده با هم بودن، پدر مادر خانواده، دختر پسر دوست هم بودن، یا ما رو خانواده نمیدونم مایه دو تیکه میگوشتن میرفتن به آب میزن، لذت میبرد از کشورش. چی شده الان؟ این هویت ما بوده، هر کسی باید این کار بکنه در سطح دنیا به همین طریقه. فقط این خاورمیانه متأسفه که یک سری به نام دین اومدن همه چیزو مردم بگرفتن. مگه در عربستان چه داره میگذره؟ زن هم تو حق نداره رانندگی بکنه؟ اونجا وسیله خوشگذرانی این عیاشانی هستش که دست بر میلیاردها درآمد نفت دارن و میلیاردها درآمد سنگی رو که اونجا گذاشتن و خانه خدا کردن. ما خدایی میپرستیم که خودمان هستیم، ما قدرت داریم کشورمون رو اداره بکنیم. اون خدایی که برای ما نماینده فرستاد برای به سر کشور ما، اون که 33 ساله داریم میسوزیم و در جهنم بزرگی داریم زندگی میکنیم که نامش جمهوری اسلامی است، ایران و جمهوری اسلامی، ایرانی که کوروش و داریوش و چشایاشا داره، رضا شاه و آریامر درش داشته که ما رو به دروازه تمدن بزرگ میبرده و ما شدیم جمهوری اون به نام اسلامیش. و یک سری شیخ آخون سر تا سر ایران به کسافت مذهبی کشیدن، هر کجا برای شما مسجد درست کردن، هر روز نماز نمیدونم اذان میخوان بگن. حالا اون جنایتکار اومده 200 میلیارد پول داده که مساجد بیشتری ساخته بشه و هر روز موقع ظهر اون الله اکبر رو به گوش شما فرو بکنه. الله اکبر میگه حواست جمع باشه، جانت رو میگیرم، به تجاوز میکنم، در مقابل من باید سکوت بکنی. و ما متاسفانه ترسیدیم و سکوت کردیم و اینا کارشون ادامه دادن، حالا میخوان مساجد رو زیادش بکنن. باید بلنشین به خاطر هویتمون، به خاطر نحوه زندگی خودمون کاری برای کشورمون بکنین. چرا سکوت کردیم؟ باید پاسخ این چرا بدید نازنینان، به خودتان پاسخ بدید، به نسلی که بلند شده فریاد آزادی میزنه باید بهش بگی، بگید چرا من برای سرت آوردم، اشتباه کردم. وقتی میگه اشتباه کردم باید اشتباه جبرانش بکنی. ما سعی نمی کنیم جبرانش بکنیم، همش به بهانه میاریم، آقا این طوری بوده اون طوری بوده، نه اشتباه کردیم. میگه پسرم دخترم اشتباه کردم، میخوام اشتباه خودم جبران بکنم. و بیا واقعا جبرانش بکنی، بلند شید مقابل رژیم، به پسر و دختر بگو بیا من جلو تو بارها خدمتتون گفتم، جلوش حرکت بکن، بگو من خری که بردم بالا پشت بون خودم میارم پایین، بیا پشت سر من بریم بدم مقابل رژیم، به پایانش بکشیم. منتظر بازیای مسخره بازی که دنیا برای ما پیاده کرده، انرژی اتمی و کنفرانس این برای اونور، نه نازنینان، خودمان بیام به صحنه کشورمون دست اینا در بیاریم.
نوه زندگی خودمون رو برگردانیم، لذت ببریم، از کشورمون عاشق باشیم، به هر طریقی دوست داریم لباس بپوشیم، به هر طریقی دوست داریم اگر باوری داریم اون اجراش بکنیم، نه که مجبورت بکنه. الان ماه رمضان، ماه نمیدونم روزه اینا داره شروع میشه، ماتم گرفتن این ملت آریایی در داخل ایران، دوباره گریه و زاری و افسون، نمیدونم قرآن و تلویزیون ها پر میکنند و نمیدونم سحری بخورید و افطار بکنید. چرا سقوط کردیم؟ چرا سقوط کردی؟ کی به شما میگه باید روزه بگیری؟ مگه خودت میخوای روزه بگیری؟ اون درک خودته، برای کسی نمیتونه اجبارت بکنه. آب نتونی بخوری بگیرن شلاقت میزنن. آخه این جنایتکاران کی هستن که به شما این دستورا رو میدن؟ برای چی؟ نمیخوام روزه بگیرم، میخوام خوراک خودم رو داشته باشم، سه وعده من دوست دارم خوراک داشته باشم. به تو چه مربوطه؟ کی گفته من باید روزه بگیرم؟ برای چی؟ پولش رو به کی بدم؟ به تو بدم؟ به تو دوست؟ تو پول مملکت رو غارت میکنی، وقت با دیدن حق امام رو نمیدونم خمس و فلان به شما بدم و من یک ماه بخوام روزه بگیرم برای که تو میخواهی؟ همین اگه نمیخوای نگیری، نگیر. هیچ کس نمیتونه به تصمیم اون خدا، اگه میخواد بعدش بیاد متاسفم براش، اون خدا مریضه. کدام خدا به تو میگه روزه بگی؟ برای چی؟ ثابت شده اون کسانی که شکم خودشون رو گرسنه نگه میدارن سلامتی برای خودشون نیست، درست نیست. معده باید ساعته مختلف درش خوراک باشه که بتونه شما انرژی داشته باشین. شما سحر برن میشین تا خرخره بخشین میخورید، بعدم دوباره بعد از اون چرت میزنه اصلا افطار میشه دوباره تو خرخره پرش میکنید. این برای سلامتی شما خوب نیست. کی گفته به شما این صحبت ها رو؟ چرا قبول کردید؟ گفتن اگه روزه بخوری میری تو جهنم. کدام تو جهنم داری زندگی میکنی الان؟ کدام این جهنم؟ هم یعنی خود پرواز کن به این طریق فکر میکنی؟ تشنه میشه تابستون گرمای تهرانی میخوای یه قطره آب بخوری شلاقت میزنن. شما هر کاری میخواییم بکنیم نازم باید خودتون تصمیم بگیرید. هر چیزی که رژیم بد میگه بکن و قبول نداری نباید انجامش بدی. اون کاری که خودت میخوای باید انجام بدی. اون زمان تو یک انسان آزاده، اون زمان نمیتونن، همین یعنی تو پرواز کردی. برای هر شون به تو بگی بکنی، برای که به من گفتن نمیشه. به شما خیلی چیزهایی میگن که اصلا نباید بهتون بگن، قبول نباید بکنی، منطق درش نیست. شما خود میگی برای چی من روزه بگیرم؟ نمیخوام بگیرم، من میخوام صبحونه براشم بخورم، نوش جانت، ناهارم رو بخورم، شامم رو بخورم. میخوام تو به جهنم برم، به تو چه مربوطه؟ من میرم تو جهنم، تو من الان در جهنم گذاشتی؟ ناظر ما به زبان خود میگیم هم صحبت میکنیم، هیچ واقعیتیه. من بحثای فوق العاده ام نمی کنم، جست طبیعیه. این نحوه زندگی تو، به هر طرفی میخواد روزه بگیر بگیر، ولی نگذار به زور بگیر روزه بگیر. میخواد چادر سرت بندازه، شاهرخ نازنین موزیکی داره میگه نذار به زور سرت بندازن. ما که از زمان اعلی حضرت مردم یه ده چادر داشتن، کسی کاری باشون نداشت، اون خواسته خودش بود، ولی الان اجبارت میکنه. میخوای زیبایی، هیکل زیبایی داری، دختر زیبایی هستی، میخوای بیا تو جامعه فعال باشی، کار بکنی، دکتر و مهندس و در آفیس کار بکنی، کسی جرئت نکنه به تو چپ نگاه بکنه برای که زیبایی و لباس زیبا پوشیده ای، برای که عادت کرده. وقتی چیزی حریصش میکنی، ازش میگیری، میخواد حمله بکنه، مثل گرگ حمله میکنه، به تجاوز میکنه، به حق تو میگیره و تو رو انسان بدی میکنه. ما اهل راستی و صداقت درستی هستیم. دروغگویی در مرام آریایی گناه بسیار بزرگی است. واقعا در ایران با آمدن حکومت اسلامی شما دیگه دروغ نمیگید، دزدی نمیکنید، رشوه خواری نمیکنید، حق کسی رو پایمال نمیکنید، دروغ نمیگویید. از همه مهمتر، واقعا چیزی میخواستید؟ هویت ما این بوده که با هم صمیمی باشیم. دروغ چرا بگیم؟ کسی که یک انسان آزاد است دروغ نمیگه. دروغ کار انسانای ترسوئه و شما ترسیدید، دروغ میگید. چرا دروغ میگید؟ این آینه ما نیست، این آینه آریه بودن نیست. آریه بودن طرفدار گفتار کردار و اندیشه نیکه. اگه شما دروغ بگی کردار درستی نکردی، اگه افکار بدی داشته باشی، دختر زیبایی نگاه بکنی، بخوای بهش مطلق بگی یا مزاحمش بشی یا بهش تجاوز بکنی، این رفتار بسیار بدی است. اینا اسلامیه برای شما آوردن، فاحشه خانه درست کردن بغل امام رضاشون، خانه های افاف درست کردن، خانه های فساد سر تا سر کشور درست کردن. کجاشه این هویت ما بوده؟ کجا در زمان قبل عرضه به مشکلات رو داشتیم؟ کجا داشتیم؟ نازم به من بگید شما کجا ما مشکل داشتیم که دنیا در مقابل ما بیسته؟ ملت ایران، ملت آریای ایران اهل شادیه، اهل لذت بردن از زندگی است. شادی رو از شما گرفتن. هر وقت این ویدیوهای که از ایران میاد نگاه میکنی مردم رو تمام افسرده ای. چرا؟ برای که اینا با شادی مخالفن، با خنده مخالفن.
اینا گریه و زاری رو دوست می‌دارن، سینه زنی رو دوست می‌دارن، غم زنی رو دوست می‌دارن، حسین حسین کردن رو دوست می‌دارن. نازنین پرواز کن، حکومت این هویت ما نیست. ایرانی میخواد شاد باشه، موزیک تو ماشینش پنجره رو باز کنه به حد اعلی گوش بکنه و لذت ببره، هر کسی میخواد گوش بکنه به هر کسی که دوست داره. دهان زنان زیبا دختران رو بستن میخوان بخونن، کجاش اشکال داره؟ تا درد بخواد هر چی موزیک ویدیو در داخل هست آقایون هستن، دستشون درد نکنه، در غالب اغلبشون حزن انگیز غم انگیز. چرا؟ کی گفته که زن نباید بخونه؟ کی گفته؟ این نحوه زندگی ما بوده؟ نبوده نازنین. نوه زندگی ما زنان مثل مردم پا پای مردم لذت میبره زندگیش به هر طریقی که دوست داره، پا به پای مرد کشورش رو میسازه، خانوادهش رو رشد میده و زندگی با افتخار میکنه که زنه. الان در ایران زن نمیتونه افتخار بکنه، نصف مرده، همه چیزش رو گرفتن، در یک دادگاه میره بهش توهین میشه، بیرون بهش توهین میکنن، کار میخوان بهش بدن، کار بهش نمیدن، کارهای بسیار کثیفی و عقب افتاده رو باید بره پیدا بکنه، با زحمت کاری بکنه. این هویت ما بوده، ما از بین بردن نازنینان. فراموش نکنید فقط لچک سر زنا کردن نیست، نحوه زندگی ما رو عوض کردن. ما به این طرف زندگی نمی کنیم و نباید به این طرف زندگی بکنیم، باید خودمون نوازش بکنیم، خودمون نوازش کنیم، نترسیم. اون میخواد تو لچک سرت بکنی، به زور سرت میکنه، باید مقاومت بکنی. به اغلب مقاومت کردیم برای کافی نبوده. چه اشکاری داره یک روز 10 میلیون در خیابان های ای تهران بیان بیرون بر لچک تو برش داری؟ برای که ترسه. اگه متاسف شدی متاسفم برات. اون حق تو به هر طریق دوست داری طبق شونات جامعه بین المللی لباس بپوشی، زندگی بکنی، موسیقی گوش بکنی، به رستوران بری. کی به شما گفتی این فرد بخواد یک دیرین که مثلا شرابی بخوره با شلا بسه؟ کی گفته؟ برای چی گفته؟ در امریکا اینجا مشروب فروشی ها تمامشون آزاده، میخوای بخری باید بالای سن 21 سال داشته باشی. اگر اومد یا خورد یا مشروب خوردی پشت اتومبیل نشستی، زندگی رو تباه میکنن، بازداشتت میکنن، اتومبیل دیگه نمیتونی رانندگی بکنی، تصدیق رو ازت میگیرن. اگر هم مهیونان یک مدتی رفتی کلاس و جلسه دیدی، به اتومبیلشون دستگاه بس میکنن. قبل از اینکه بخوای ماشین رو روشن بکنی باید دمش بلو بکنی، یعنی ببینی که تو نفست توش بوی مشروب نمیده. اگه داشته باشه ماشین اتومبیلشون روشن نمیشه. بنابراین اینجا میلیاردها هستن، اگه یه کسی بخواد توجه نکنه مشکل خودشه. مشروب میخوره، الکلی میشه، مسلمه. به اون بستگی به اون آدم داره که گفتار کردار بندش اینه که باور داره. اگه کسی این باور داره به هیچ عنوان نمیره مشروب خور بشه یا کارهایی بکنه که درست نیست برای سلامتی بدنش. برای چی در ایران ممنوعش کردن؟ در زمان اعتراضات بود، بار بود، اونجا کلاب بود، مردم میرفتن درینک میزدن، هیچ اشکالی هم نداشته. میگن کی هستن که برای جسم شما تصمیم بگیرن؟ این جسم خود منه، من میخوام مشروب بخورم. نه اگه مشروب خوار بشید، دینشان گفته و اگه دین میخواد شما رو کنترل بکنه. در سطح دنیا 7 میلیارد نشستن دارن زندگی میکنن، مهمونی میره، شام میخوره. در ایران هم الان مشروب هست، به حد وفور هم هست، از هر مدلش هم بگید هست، برای زیر زمینی شده. چرا؟ کی ازده بشون؟ برای که شما خواسته های رژیم رو خواستین اجرا بکنین. رستوران هست، میرین اونجا نشستین، خانواده هستین، پدر خانواده، خانم خانواده میخواست سفارش بدین، من یه درینک میخوام. هیچ کس نبادش بگه نه. به حق نداره اگه اومد بیرون نباید رانندگی بکنه. بسیار خورده باشه میگه من نمیتونم رانندگی بکنم، یه راننده میگه، یه آژانس میگه این کارو براش میکنه. میگه بسیار به اون آدم داره و دولت حق نداره به تو تضمین بکنه. به نام دین، به نام مذهب اومدن تمام حقوق شما رو گرفتن. آیا در ایران مشروب وجود نداره؟ در ایران مواد مخدر وجود نداره؟ و شما کشور اسلامیش کردین؟ در ایران فاحشه خونه دیگه نیست اصلا؟ گفتش که به خمینی اتی کار کردن براتون آماده میکنم از اینان که مرتب این برنامه پخش میشه، اونجایی که میگه که خانه رو آب را مجانی میکنیم، برق را مجانی میکنیم. تیکای هستش که باید این روزا برای داخل ایران بره که همین در داخل ایران که هیچ رسانه این صحبت‌ها رو براش پخش نمی‌کنه، ببینه که چه جنایتکاری وارد ایران شد و چه بلایی است که 3 سال اون کسانی که پشت سرش اومدن به سر کشور ما آوردند. این هویت ماست که زیر پا گذاشته شده، کشور ماست که داره نابود میشه، کشور خامنه‌ای و خمینی و لاریجانی عراقی و این جنایتکارا نیست. اینا اشغال کردن کشور من و تو رو. اینا طرز تفکر و طرز زندگیشون با ما فرق میکنه. ریش میگذاره، بود تفون میده، عمامه داره، قبا داره، نعلین داره، بود کثافت تفون اشتباه میده. برای شما میخواد زیبا لباس بپوشی، این حق توه. باید زیبا لباس بپوشی، باید زیبا زندگی بکنی، باید زندگی خوبی داشته باشی، باید از کشورت حد اکثر استفاده رو برای لذت بردن زندگی خود استفاده بکنی. چرا باید بگیرن ازت؟ کی گفته اینو؟ شما اجازه دادین بهش. مسلم دنیا پشتیبانی کرد، این روش زندگی ما رو عوض کردن با آوردن این جنایتکار در داخل ایران. ولی ما چرا از این 33 سال اینها بیان برنامه رو پیاده کنن برای ما؟ چرا؟ متاسفید؟ متاسفید؟ من برای شما متاسفم. زندگی فکر نکنین که هیچ کاری نکنیم، مسلمان خوبی باشیم وقتی رفتیم بده. شما نقد و ول میکنین، نصیحه میگیرید؟
شما میخواید مسلمان خوب باشید و هر کاری که اونا میگن بکنید که رفتی تو بهشت برات حوریه باشه، کور خوندی، هیچ خبری نیست اونجا. شما باور به بهشت داری نوش جانت، وقتی رفتی برگشتی به ما خبرشو بده. میلیارد رفتن و یک نفر برنگشته بگی در اونجا چه خبر بود؟ آب زمزم بود و حوریه برای من بود. محالات روزگاره. و در جهنم شما دارید زندگی میکنی، در بهشت هم زندگی میکردید، قدرشو نداختید، ندونستید از بهشت انداختن شما رو بیرون، در دامی افتاد که نامش جمهوری اسلامی است و 33 سال دارید جهنم رو تجربه میکنی. بازم میخواید تجربه کنید؟ با رامزدا ایران در این جهنم مگه بمانید و این جهنم مانان بماند؟ شما روزای خوبی در پیش ندارید. نه تنها هویت از دست دادی، همه چیز از دست میدی. مثل عهد حجر زندگی میکنی. بلکه دنیا برای ما نقشه کشیده که آریایی بودن ما رو، هویت ما رو از بین ببره و اینها کارشون هنوز تموم نشده. با یک جنگ میتونه دیگه چیزی از ایران نمونه. تیک پارم هم میکنند. برای شما باز بنشین نگاه کنید. بگیرین کسی دیگه براتون کاری بکنه. در خارج برای شما، خارج هیچ کس کار برای شما نمیتونه بکنه. ما تنها کاری که میتونیم بکنیم اگه واقعا با شما صمیمی هستیم که این تلویزیون، این رسانه، این کسانی که با شما صحبت میکنن با تمام وجود عاشقش ایران و عاشق شما هستن، حقیقت بهتون میگیم. هر کاری میتونن مبارزین بکنن بکنن، ولی کار اصلی باید در داخل آن انجام بشه. من خوشحالم که صحبت از شورای ملی میشه، اتحاد میشه، بیان صحبت بکنن، ولی هدف ایرانه و همینان در داخل هم باید کار رژیم تموم بکنن. تمام گروه ها متحد بشن، شورا هم تشکیل بشه، تمام اعضاش هم مشخص بشن، شما بازوی اجرایی هستید، شما هستید که میتونید مقابل رژیم بیستید و پایینش بکشید. هیچ کسی، هیچ قدرتی نمیتونه، بالاترین قدرت در داخل آن نهفته است. ارتش بزرگ مردم آریایی که بسیار پرقدرت هستند و هنوز از این قدرت استفاده نکردند. شما قدرت بسیار بزرگی هستید و خودتون خبر ندارین، چون یه خود پرواز نکردی. میگه من میتونم این کارو بکنم. میشه این کارو کرد. آریان درست میگه. چراش کسی صحبت رو با من نمی کنه؟ من درک یک از شما هم درک می کنم که میشه وقتی با هم متحد بشیم این ترس رو بگذاریم کنار، ولی ما یه مشکل داریم. مشکل ارتباط داریم که سطح جامعه رو بتونیم بپوشونیم و خوشبختانه این تلویزیون بعد از 16 هفته ما داره جای خودش رو به تدریج در داخل ایران باز میکنه. تصور بکنید که 20 میلیون میتونست به این رسانه گوش بکنه. با رامزدا ایران ما میتونستیم اثرگذار باشیم. میتونستیم این مقدار بعضی افکاری که شما در خودتون دارید اون رو به دورش بریزی، بگی درست داره میگه. من میخوام راحت زندگی بکنم. این خرافات چیه سر وجود من رو گرفته؟ چرا اینا هر روز دارن بیشترش میکنن؟ برای چه ماه رمضان اومده من باید روزه بگیرم؟ اگر تشنم شد آبی خوردم، شلاق بخورم یا نتونم بیرون برم تو نمیدونم تمام حتما فست فودا و اینا هم بسته میشه دیگه. ماه رمضان ماتم میگیره تمام شهر رو. کی گفته 12 ماه از یک ماه از 12 ماه سال رو شما در ماتم، بعدش هم محرم و تاسو و عاشورا میاد؟ چرا؟ مگه شما اومدین که همش گریه و زاری بکنید، غم و اندوه داشته باشید، تو سر خودتون بزنید و متنفر باشید از روزی که دارین در زندگی میکنید؟ شما هر ثانیه زندگی رو با لذت ببری. عمر شما ابدی نیست. حد اکثر 100 سال کسی عمر میکنه. 100 سال. وقتی شما به سن 80 اینا برسین دیگه به اون صورت نمیتونی فعال باشی و لذت ببری. برابر این روزی که در اختیارت، استفاده زیبا بکن برای خوشگذرانی، برای خوش بودن، خوش پوشیدن، لذت بردن و لذت بردن از زندگی. شما زندگی لذت نمیبرید. میبرید به من بگید آره ما همه خوشحالیم، به خوشحالیم که خامنه بالا سر ماست، خوشحالیم که نمیدونم ماه تاسوعاش رو میبینیم قمه میزنیم. چند درصد این کار میکنه؟ درصد بسیار کمی. اونا کاملا مغزشون فروختن، ولی بقیه شما گرفتار شدید، تابع شدید. میگه این کارو بکن، من مجبورم این کارو میکنم. مجبور نیستی، مجبور نیستی تابع دستورات رژیم باشی. بده که شما میریم من نمیدونم پاسدار بسیجی میذاریم، حق نداری. اگه 1 میلیون در آخر هفته بریم به شما و تمام لباسا رو بکنید، ما دو تا که بپوشیم بریم تو آب، مگه چقدر پاسدار جلو شما رو میخواد بگیره؟ نمیتونه این کارو بکنه. گوش گام میکنه میره برای شما. وقتی سکوت کردی و ترسیدی رفتی اونجا با کت و شلوار و پیرن و لباس و اون لباسای کثافتی میشه به آب زدی، خب مسلمه که اون دستور اجرا میکنه. شما باید عاملی باشین که نگذارید اینها دستورات خود رو به شما پیاده بکنن. خب وقتی شما دولا بشین، خب اینا فشار بیشتر بهتون میارن. من یه غیر از اینه، کجا این حرف من اشتباهه؟ مذهب و خرافات مذهبی در زندگی آریایی جای نمیتونه داشته باشه.
این خرافات همین وقتی بنا میشی میگه امام رضا اون پول زحمت بارها گفتم و تکرار میکنم برای اینکه هر روز عده بیشتری رسانه نگاه میکنن، این خرافات به پول زحمت کشیده گرفتی با سختی با سجاج کار کردی بس خرج زندگی زن و بچت زدی پاشتی بریم امام رضا رفتی پول انداختی اونجا آخوند دوز خامنه یه طرف رو جمع میکنن به ریشت خندیدن 33 ساله دکان بزرگی درست کردن به خاطر امین قبر علی در عراق دارن گسترش میدن و 2 میلیارد دلار پول مملکت رو که باید خرج زندگی تو بشه در اونجا دکونش دارن رونق میدن، چرا پرواز نمیکنی؟ وقتی میرسی به جاه چمکران برای دو تا هم کردن نامه میندازی و پولتون تو میندازی و این جنتکارا میرن جمع میکنن بهت میخندن، کدام امام زمان آخه خود پرواز کنه میان بگو مگه میشه یک نفر بره تو 4200 سال بعد باشه بیاد بیرون؟ آخه این دیوانگی محض اگه کسی اینو قبول داشته باشه هم میانه که داری میری این کارو میکنی، یه خود پرواز بکن. خب چطور ممکنه که آدمی چون آدم اگه میگه فرشته بوده خب تو چا چه کار میکنه؟ اگه فرشته نبوده آدم بوده چگونه 1200 سال یه نفر میره اون تو؟ خب چرا بیدار نمیشید؟ من برخلاف باور مذهبی شما صحبت نمیکنم، برخلاف خرافات دارم صحبت میکنم. این خرافات دکونشون رو گرم کردن، یه ده شیخ و آخوند ملا جمع شدن اونجا و شما گوسفندوار میبخشید میرین اونجا پول میاندازید و سینه میزنید و گریه و زاری میکنید، یا امام زمان شفا بده، آخه اون شفا میتونست بده میرفت و چا قایم میشد؟ ما مشکل بزرگی داریم، مشکل همونیم چیه؟ عدم پرواز ماست. پرواز نه اینکه بال داشته باشید، پرواز فکریه، فقط خود فکر کن چرا من این کارو دارم میکنم؟ خب مسئله چیه؟ مشکل من چیه توی این مملکت؟ برای چی یه شیخ آخوند و ملا آمدن اینجور لباس میپوشن؟ تلویزیون ما رو اینجوری کردن؟ سردان رادان کیه؟ اینا کی هستن؟ چرا پولی که خرج کشور من باد بشه اومدن تمام فشفشه و موشک کردن دنیا رو در مقابل کشور من قرار دادن؟ ما با کسی سر جنگ نداشتیم، ما یه ملت آزادی خواه هستیم، صلح طلبیم، تو کشورمون زندگی میکردیم، چی شده 33 ساله وارد جنگ عراقمون کردن، گروگانای امریکا رو گرفتن، سرمایه مملکت ما رو غارت کردن و هر بلای سر ما خواستن، حق من رو گرفتن، جوانان من معتادشون کردن، مثل نقل و نبات مواد مخدر در ایران پخش کردن که شما نسل رو به آرامی بکشونن بریم تو حالت خلسه قرار بدیم، اینا کار خودشون رو بکنن. چرا این چرا رو چرا نمیپرسید؟ شما بپرس و خودت جوابش رو بدید، بگید اینا کشور من اشغال کردن، اینا اشغالگرن، من کشورم اشغال شده، من واقعا اسیر جنگیم برای اینا، هر برای سر من میخواد بیاره و اون زمان برای میشه کاری میکنی؟ واقعیت نمیگم بهتون، حقیقت نیست صحبت ها که با هم میکنی تمامش واقعیتیه، برای گفتنش برای یه دی بسیار سخته، میرن سراغ مسائلی که اصلا هیچ کمکی برای آزادی کشور نمیکنه. بیان دست روی نقطه حساس مشکل کشور بگذاریم. مشکل بزرگ ما مشکل نحوه زندگی ماست که بهش تجاوز شده. ما نمیخوام به این طریق زندگی بکنیم، میخوام عوضش کنیم. من نمیخوام با آخون گوش کنم، نمیخوام روزه بگیرم، نمیخوام نماز بخونم. کی به من گفته؟ من میخوام به طریق خودم باورم رو داشته باشم. اگر میخوام بخونم میخوام خودم این کارو بکنم، به اجبار نباشه، نه که بخوام کار پیدا بکنم برم اونجا بگن که برو ورقه بیار از آخوند ملک تو نماز میخونی اما امام جمعه میری. این پرواز ماست و پرواز وقتی نکنی در قفسی، وقتی در قفس باشی و اون قفس هم روش نوشته باشه جمهوری اسلامی، شما در مخمصه بسیار بزرگی قرار گرفتید. میخوای بیای بیرون؟ یه خود پرواز کن، در قفس رو باز کن، تصور مذهبی رو بگذار کنار، بیا بیرون، کشورت رو پس بگیر، بگو میخوام به این طریق زندگی کنم، میخوام دریای شمالم رو استفاده بکنم، میخوام سر تا سر ایران باشگاه باشه برم ورزش بکنم به جاش مسجد نباشه، درم میخواد کلوب باشه برم اونجا بیلیارد بازی بکنم، نمیدونم دنسینگ باشه با دوست دخترم با خانمم با خانواده برم اونجا شاد باشم، عروسی وقتی داشته باشم نرم پول بدم به پاسدار بسیجی که دور و بر ما کار نداشته باشه، زیر میز یواشکی یه مشروبی داشته باشین و یه نفر بیاد موزیکم صداش بیاد پایین که خبردار نشه. اینها کاری میکنن که شما قبولش کردید، اگه قبولش نکنی اونا میره کنار و متاسفانه در تمام سطوح جامعه اومدن هر کاری خواستن پیاده کردن و چون شما عامل ترس داشتید و متاسفانه عامل مذهب رو استفاده کردن و ما رو به این دریوزگی بدبختی بزرگ کشوندند. حرف من حرف دل شماست، حقیقت رو بهتون میگم، یک واقعیتیست، ما باید خودمون کشورمون رو آزاد بکنیم، برگردیم به اون نحوه که خودمان دوست داریم زندگی بکنیم.
زیبا لباس بپوشین. هواپیمای ایر فرانس ما وقتی ایرانی ما وقتی میخواد پرواز بکنه اون خدمش بوی عطر بدن که دیوانه میکنه تو رو. زیبا لباس بپوشه، موزیک برات بگذارن و اشعه‌ت هم نگی وقتی میخواد پرواز کنی. مینتیننس هواپیما خوب باشه، در هر کجای دنیا وارد میشی بگن ایران اومدن، میگن ایران در دوران سیاه 33 ساله بزرگی بود، نگاه کنی مردم چیکار کردن. همونطور که ایرانیان در بیرون دارن میدرخشن، در سر تا سر جهان بهترین بیزینس ها، بهترین کسانی که واقعا از نظر علم و تکنیک و دکتر و پزشک و مهندس دارن فعالیت به کشور و دنیا دارن خدمت میکنن. چرا کشور خودمون نه؟ چرا ایران نه؟ درد دل من درد دل شماست، درد دل شما درد دل همه ماست که عاشق کشورمون هستیم. چگونه میشه این عوضش کرد؟ با اتحاد. یک فرزند آریایی شاهزاده رضا پهلوی گفت امروز فقط اتحاد برای یه زیادی فقط شعار شد. در تظاهرات آوردند و اگر آفیسی داشتن توش زدند و همین. برای اون اتحاد خیلی معنی بزرگی داره. تک تک در مقابل جمهوری اسلامی ما سقوط میکنیم، ولی وقتی همه با هم باشیم اونا اقلیتن و اونها سقوط میکنن. بیان همه با هم متحد بشین در داخل ایران. تیمسار روحانی فرزند مبارز ایران اومده 3 سال با شما داره صحبت میکنه، میگه ما حساب همه چی رو کردیم ولی بازوی اجرای ما شمایید. در این روز بیان دو تا رستاخیز بوده، پاسخهای بوده، برای که پیام رسانی به نظر من کم بوده و من امیدوارم این بار پیام رسانی بیشتر بشه و شما در ایران اطلاعاتی بیشتر پیدا بکنید. اون کسانی که با هم MSN میزنید و به هر طریقی با هم ارتباط دارین بیاین بگین باید یک کار برای کشورم بکنید. بهارامزدا ایران وقتی ترس رو بگذارین کنار کشورتون راحت آزاد میشه و در اختیار شما قرار بدون خونریزی با حداقل خسارت. این صحبت آریانه که یکی از شماست. ما 100% مخالف حکومت مذهبی هستیم. مذهب جاش در حکومت و در سیاست نیست. هر کس باوری داره بین خودش با اون کسی که باور داره. دسته حکومت به هیچ عنوان نباید حق داشته باشه در زندگی شما مداخله بکنه، برای که حکومت جمهوری اسلامی است، ولایت فقیه داره، یعنی شما هیچ چی سرتون نمیشه. ایشون فقیه از فقها و نمیدونم دانشمنده که هیچ چی هم سرش نمیشه، یک جنایتکار بالفطره است با شده رهبر کشور ما. مثل جانور مثل شیطان اون بالا مینشینن و عده عقب افتاده فکری میرن جلوش مینشینن تکبیر میگویند. این نوع زندگی شماست نیست. کی میتونه عوضش کنه؟ خودتان، خودمان. ما تنها کاری که میتونیم بکنیم با شما مسائل مطرح بکنیم. هیچ وقت هم نگید نشستین میگین لنگش کن، نه نازنین لنگش نمیگین بکن، داریم به واقعیت رو میگیم. میخوای کشورت آزاد بکنی؟ کشت و کشتارا متوقف بشه، اعدام ها متوقف بشه، به هویت خودت، به نحوه زندگی خود برگردی، باید خودت عوضش کنی. داشتید و از دستش دادید، میخوام پسش بگیری، کسی پس نمیده بهتون. میرو درواسی بهتون میگم محاله بخوام بهتون پس بدن، برای که لذت میبرن. بعضی که در کشور ما ایجاد شده کشورمون رو غارت میکنن، یک سری مزدور رو گذاشتن اونجا به نام جمهوری اسلامی و هر بلای سر کشور ما میخوام میارند. کی میخواد عوضش کنه؟ شما. ما همه با هم میتونیم این کار بکنیم. آماده باشیم برای روزی که میتوانیم اثرساز باشیم و کشورمون رو آزاد بکنیم. در ایران ادیان تمامشون باید آزاد باشن. بهایان بسیار بهشون داره ظلم میشه، مسیحیان به همین طریق، همینان یهودی به همین طریق، سنی ها به همین طریق، هر کس. در ایران آریایی هر کس باوری داره برای خودشه، ولی در حکومت نمیتونه فعال باشه، برای باور داشته باشه برای خودش، کسی مشکل نداره، اون باور شخصیه. و وقتی آوردن نتیجهشون دارید میبینید، کشور رو به نابودی مطلق میکشونن، حقوق شما رو میگیرن، حقوق بشر رو پایمال میکنن. و ما نشستیم و نگاه کردیم و 33 سال طول کشید. سیاوش جان، من فکر کنم نحوه زندگی خودمون رو تا اونجا که تونستم براتون توضیح دادم و ما هستیم که باید این رو عوضش کنیم. زندگی ما زندگی آریایی است. زیبا لباس پوشیدن، زیبا صحبت کردن، زیبا زندگی کردن، تجدد خوشگذرانی است. خوشگذرانی چیزی بدی نیست. باید زندگی رو خوش بگذرانی. چرا باید در بدبختی زندگی کنید؟ کشور شما قرائن بسیار زیادی داره. نفت ایران میتونه ایران رو سوئیس دیگری بکنه، آلمان دیگری، ژاپن دیگری، کره جنوبی دیگری. چی شدیم ما؟ باید خوش بگذرونی. اومدی به دنیا که چیکار بکنی؟ برای چی داری زندگی میکنی؟ نمیخوای خوراک خوب داشته باشی، نمیخوای زندگی خوب داشته باشی، نمیخوای بهترین دانشگاه بچه‌هات برن، نمیخوای مسافرت بری، تفریح بری، شادی بکنی، در کشورت آزادی کامل رو داشته باشی؟ این حق توئه.
چی بدادن؟ هیچی، فقط برای یه دهیه، یه دهی شیخ و ملا و اخون یه سری دوست و جنرکا با شما غالب شدن و شخصیت شما رو، نحوه زندگی شما رو دارن از بینش میبرند. باید بلند بشی، دیر نشده پسش بگیری و ما این قدرتش رو داریم. ببین چرا؟ برای ما آریایی هستیم، با اونها نیستن. اونها کی هستن؟ اونها تازی هند. یه دیگه بخش کنم براتون به موقع است. ببینید کسانی که در بیرون هستیم واقعا داریم لذت میبریم از آزادی، دموکراسی، ثروت، خانه خوب، ولی دل ما خوش نیست. باور کنین اون کسایی که حتی میگن کاری به ایران نداریم، ما با این کارا کاری نداریم، تو کنسرت هم میرن ولی تایی دلشون خوش نیست. دلم خوش نیست. منوچهر نازنین که روحش شاد و چند وقت پیش به درود حیات گفت، یه تیکه داره من دو سه سال نیم پیش در تلویزیون آریانه براتون پخش کردم. دلم خوش نیست. واقعا دل هیچ کدوم ما خوش نیست در بیرون. درست اومدیم جمهوری اسلامی بالا سرمون نیست، ولی قریبیم، در کشورهای غربت داریم زندگی میکنیم، آواره‌ایم. دلم خوش نیست. گوش کنیم و نگاه کنیم به موزیک ویدیوی بسیار کوبنده و پرمعنی منوچهر نازنین. دلم خوش نیست. سیاوش جان شمارهش رو، شماره 8، دلم خوش نیست شماره 8، منوچهر سخایی رو شاد. نگاه کنیم بهش. جنگل و صحرا گذر کردم، به دنیای قشنگ و خوب خوشبختا سفر کردم، اومدم با هزار سختی و سیدی دار خوشبختی، ولی در ساحل دریای آزادی دلم خوش نیست. دلم خوش نیست تو این شهری که موشاکر شده از شیون شادی. دلم خوشی مشامت به حوث خارا شکوفه می کند قوغا، به هر جا می نهی پارا، میان شاخه های گل شراب کهنه در دستم، زنم فریاد مستانه که من هم سر خوش آمستم، ولی در عالم مستی گریزانم از این هستی که هستم در بهشت آرزوها، و دلم خوش نیست. دلم خوش نیست تو این شهری که گوشاکر شده از شیون شادی. دلم خوش
باور کردم به دنیای قشنگ و خوب خوشبخت و سفر کردم اومدم با هزار سختی و سیدی دار خوشبختی ولی در ساحل دریای آزادی دلم خوش نیست دلم خوش نیست تو این شهری که موشاکر شده از شیون شادی دلم خوش سیل بارانه میرم چون از برایم زندگی دیدار یارانه میرم تا باز ببینم موج پرواز کبوترها میرم چون توتیای چشمهایم پاک ایرانه اومدم با هزار سختی و سیدی دار خوشبختی ولی در ساحل دریای آزادی دلم خوش نیست دلم خوش نیست تو این شهری که گوشاکر شده از شیون شادی دلم خوش منوچهر سخایی روحشاد همین جناب دکتر از کانادا بر من ایمیل فرستادن بسیار پرمعنیست من براتون میخونم میخی افتاد به خاطر میخی نعلی افتاد به خاطر نعلی اسب افتاد به خاطر اسبی سواری افتاد به خاطر سواری جنگی شکست خورد و همه اینها به خاطر کسی بود که میخ را خوب نکوبیده بود دوستان، برادران، هموطنان بیایید هر کدام کارمان را درست انجام دهید خیلی پرمعنیه، نیست؟ ازی بدین برنامه فیلم روسری طلایی همینان در داخل ایران از تلویزیون زیاد درخواست میکنن که این فیلم پخش بشه من با خانم دخی عبدی صحبت کردیم این فیلم رو به احتمال زیاد ما سعی میکنیم هر روز یا یک در میون نصف اون فیلم رو در بین برنامه براتون پخش کنیم به خصوص زمانی که برای ایران مناسب باشه اگه فیلم 1 ساعت 2 ساعت هست 1 ساعتش مثلا فردا پخش میشه بقیهش رو میذاریم برای روز بعد که همینا پیگیری بکنید و ساعتش رو براتون مشخص میکنیم بنابراین فیلم روسری طلایی که جناب بهمن نصیری تهیه کردن بسیار فیلم داکیومنتری کوبنده است و واقعیت هایی که بر سر کشور ما در سال 79 گذشته به روی صحنه واقعا دافین بردن و در مناظر شما میتونید نگاه بکنید بنابراین سعی میکنیم که همین در داخل ایران فیلم گولدن ویل یا روسری طلایی رو در روزهای مختلف نصفش رو برای یک روز بعد نصف دیگه براتون پخش بکنیم روز یک شنبه ساعت 12 ظهر جناب دکتر منصور کشفی استاد دانشگاه تگزاس در تلویزیون در طریق اسکایپ با همینان صحبت خواهند کرد به خاطر مسائلی که ایران میگذره مسئله شورای ملی و مسائل دیگری که نظرشون هست بنابراین همین یک شنبه ساعت 12 به احتمال زیاد تا 12:30 جناب دکتر کشفی رو که یک شخصیت بسیار شناخته شده جهانی از نظر صنعت نفت هست از طریق اسکایپ در تلویزیون با همینان صحبت خواهند کرد از اینهای تلویزیون رو تا اونجا که من میبینم الان رد شد سیاوش جان مبلغ خودی نصد خودی گفتن اضافه کردین سیاوش جان مبلغ گران زیر صفحه تلویزیون هست امروز 900 خودی من از سیاوش نازنین خواستم که اضافه بکنن الان من روی صفحه میاد میگم خدمتتون حتما شما میبینین مبلغ تا الان
19481 هست و امروز 17 ماه جولای هست. ما باید در واقع 25500 رو می‌داشتیم، تقریبا 5500 رو فعلا عقب هستیم که من مطمئنم همیانان به یاری ما میشدابن و تلویزیون خودشون نگه میدارن. همراهی هایی که برای تلویزیون شده ظرفی، من اینجا قبل اینکه همراهی ها بگم، نازنینی در آلمان امروز بسته رو فرستن، من رفتم از پست گرفتم، لط کردن یک سری هدیه برای آریان، برای دوخی عبدی نازنین، برای روزبه سیاوش رو فراموش کردن، به سیاوش گفتم، چون معمولا این همیان که برنامه رو نگاه میکنن روزبه نازنین صبح هستن، خودم باید هدیه برای سیاوش تهیه بکنیم. و برای مهناز نوشتن من، اینا یک دونه کروات هست که برای آریان فرستادن، کروات بسیار قشنگی است، من حتما استفاده میکنم و رنگ زیبایی داره. و بانو مسعوده از آلمان، برای من باز نکردم، برای روزبه هست میدم خدمتشون. و برای خسرو فروهر نازنین، مسعوده نازنین، کروات به فکر کنم کروات بسته‌بندی قشنگی هم کردن. و برای مهناز نازنین هم یک نامه نوشتن که پر از لطف و محبت برایشون است. مسعوده نازنین دستون درد نکنه. من فکر کنم تلویزیون ایران آریایی و کسانی که جلو دوربین با شما صحبت میکنند تنها تلویزیونی هستش که شما میانان به طرق مختلف به ما هدیه میدین و ما را همیاری میکنین. واقعا دوستتون داریم. ما یک خانواده بزرگ آریایی هستیم که همدیگر پیدا کردیم. برای کروات، برای هر لطفی که میکنن، یا همیانانی که چیزهای هدیه میکنن به تلویزیون و برای کمک به تلویزیون، این برای ما واقعا دلگرم کننده است. شما تلویزیون رو درکش کردین، ما رو خودتون میدونین. این خانواده بزرگ آریایی داره هر روز تعدادشون بیشتر میشه. و من چند تا اسم از سریعا خدمتون بگم. منصور نازنین از آلمان لود کردن، 50 دلار طریق پیپال به حساب ریختن. جف، من اسم فامیلشون خیلی مشکله، من میخوام تلفظ بکنم، از تگزاس 50 دلار به حساب ریختن. جف نازنین، من فکر کنم اولین بار اسمتون آشنا شدن باش. ام ای یو، اسم اولتون شروع میشه، اسم فامیلتون. و بانو زرگریان از گلندل لود کردن، 50 دلار چک فرستادن. بانو نام میهن که همیشه با این اسم میفرستن، 50 یورو فرستادن. و چند تا شخصیت ارتشی ما، جناب سرهنگ نصرتی، سرهنگ شهربانی زمان آزاد بودن، 100 دلار کمک کردن. جناب سرهنگ شریفی، سرهنگ شهربانی، 100 دلار. و جناب سرهنگ بهمن شکوری، نیروی زمینی بودند، 100 دلار کمک کردند. دستون درد نکنه، ورزشیان بر صورت جزء ملت ایران هستند و خدمتگزاران واقعا کشور ایران بودند و الان متأسفانه در سطح جهان پخشند و بر صورت دوباره ایران آزاد میشه. اون ارتش با غیرتی که ما داشتیم، متأسفانه سران ارتش رو نابود کردند و یک سری کسانی اومدن که به فکر ایران نیستن، کشور ما در اختیار گرفتن و هر برایی که بر سر همیانان مابد بیارن دارن میارن. واقعا شخصیت یک مؤسسه است در اروپا، باشون صحبت کردیم و بسیار محبت دارن به تلویزیون و ماه 200 یورو برای تلویزیون کمک میفرستن. امروز برای اولین بار، چون ماه قبل باشون صحبت میکردیم، یه مقداری با پیپر ورک ما انجام میدادیم از نظر قانونی که این کورپوریشن ایران آریه در آمریکا رجیستر شده، تکسایدی اینا میخواستن براشون دادیم و برای ماه قبل و این ماه در حدود 454 دلار که به حساب تلویزیون ریختن که من امروز چک کردم لطف کردیم. مؤسسه‌ای است که در اروپا فعالیت میکنه و دستشون درد نکنه. بر صورت این تلویزیون روی دستان نازنین شما عزیزان داره اداره میشه و این باعث خوشحالی ماست که ما رو پذیرا شدیم، برای که ایران مد نظر هست، ما برای ایران داریم صحبت میکنیم. فیلم سینمایی هوس و با شرکت ایرج قادری و سپیده بسیار زیبای آریایی فردا روز چهارشنبه از ساعت 3 تا 5 روزبه نازنین به صورت زنده پخش میکنه براتون و پنجشنبه صبح ساعتش رو در صورت نگاه میکنیم به اسکیجول براتون بازپخش میذارن. خوشبختانه این فیلم ها در ایران داره طرفدار پیدا میکنه و برای که نسل جوان واقعا اعتراض نداره، ندیدن یا اگر احیانا گاهی قدم دیدن کوالیتی خوبی نداشته. ما هدفمون این هستش که این نسل جوان 33 ساله بدونه که در زمان گذشته هویتمون چی بوده، فیلم ها چجوری بودن، فردین نازنین که روح شاد، بقیه شون واقعا بکی مانوردی، خیلی ها و اونایی که در سینما بودن، بانو فروزان، فوری بنایی که در این عکس می دیدینشون رو، ف
فیلم های بسیار زیادی بود که مردم دوست می داشتن. گنج قارون که براتون پخش کردیم همیانا بسیار دوست داشتن و باز هم امکان داره که چون خواستین دوباره براتون بازپخش بگذاریم. تعدادشون بسیار زیادی و کوالیتی اغلبشون بسیار خوبه. فردا فیلم عوض رو براتون ساسه بعد رو پخش میکنین. این دوتا پیام داره که رژیم دوست نداره واقعا اون چیزایی که ما رو گذشته است شما بدونین. رژیم به شما فقط دروغ گفته. دروغ و دروغ و دروغ. سینما رکس آبادان میگن ساواک به آتیستا، در که خود همین خامنه جنایتکار در سندرکار هستیش بوده. اون تصاویری که از زمان اعلیحضرت به داخل ایران میفرسین، اینا داره به نسل جوان داره میبینه. مگه جمهوری اسلامی که امکان نداره این فیلمایی که ما داریم به داخل مثل نگاه براتون بفرسته؟ امکان نداره. یا رسانه‌های مزدوری که دارن باش کار میکنن، اون خط قرمزشون آقا این صحبت‌ها چی، این فیلم‌ها چی میفرسین؟ ما داریم با قدرت داریم بهتون میفرسیم که ما چه گذشته زیبایی داشتیم، چه کسانی خدمت سیاه بچه عکسی که شهبانو فرح هست و چند تا از این دختران زیبای آریانی، به نگاه کنین بهشون. واقعا این بود زندگی آریایی ما که داشتیم زندگی میکردیم. نگاه کنین تو رو بهرام از دو ایران به این عکس شعبانو مامونی هم که واقعا امیدوارم که 100 سال زنده باشه به آزادی ایران به زودی ببینین، میره بین مردم مثل خود مردم. نگاه کنین تمام این چهره ها خندانه، دارن لذت میبرن که مامونی هم رو شعبانی دارن بهش نگاه میکنن. نگاه کنین تو رو بهرام از دو ایران، این چیزی ما در ایران داشتیم. در دبستان ها دبیرستان ها دختران داشتن راحت درس میخوندن، تحصیل میکردن، لباس زیبا میپوشیدن، موهاشون رو به هر طریق دوست داشتن. ببین چه بلایی به سر کشور ما آوردن. شما مقایسه بکنید، این پرواز ما بودیم و سقوط کردیم. مردم رفت احمدی نژاد با اون زن لچک به سرش وقتی از هواپیمای ایران در دنیا پیاده میشه آدم گریش میگیره. نگاه کنید چی داشتیم. به خاطر همین من میگم همین سقوط کردیم. خنده در لب تمام این 5-6 دختر زیبایی که جلو شعبانو وایسادن، کسی مجبورشون نکرده بخنده. نگاه کنید، نگاه کنید بهشون، برام چی شده؟ زنان دختران ما افسرده شدن، به فاحشگی کشوندن اونها رو. چه بلایی به سر کشور ما اومده نازنین؟ بیان عوضش بکنیم، روزای زیبا رو برای ایران بیاریم، روزای تاریک و سیاه و تبار رو برگردونیم. بگیم بار خودتان ببر اون جایی که همه غم و غصه میخوان. ما جای ما غم و غصه نیست، کشور ما جای شادی و محبت و عشق و ساختن آزادگی، نه آوارگی، نه این بدبختی. سیاوشون لطفا برگردین داخل. حتما این دختران که دیدین الان برای خودشون سنی دارن، میگه راست میگه، من بودم، این من بودم. حتما یادشون میبینند. ما سقوط کردیم نازنینان، سقوط بسیار خطرناک. این سقوط رو متوقفش کنید. رژیم بشار اسد وقتی سقوط بکنه، باورم بکنید ایران وضعش دگرگون میشه. برای که تنها کشوری که داره با این رژیم کار میکنه و کمکش میکنه از طریق همسایه ما هستش بشار اسد و روسیه است و چینه. اونان دارن کنار میان با امریکا، برای که هیچ وقت چین یا روسیه منافع خودشون رو نمیخوان به خطر بندازن به خاطر جمهوری اسلامی. دیر زمانی زخگیری میکنند. برای ما باید وقتی به صحنه آمدیم تمام این نقشه رو نقش براب میکنیم. خودمان جمعیت میلیونی وقت در خیابان های ایران باشه، کجا دنیا میتونه بگی که باید بمانند اینها؟ با آرام از دو ایران شما نقش تعیین کننده رو میتونید بازی کنید، باید بازی کنید. باید بیان به صحنه، ترس رو بگذار کنار. تمنا میکنم همیان، من خواهشی که همیشه از همیانان در داخل ایران دارم و در بیرون، بیایید کاری بکنیم کارستان. این رسانه رو که متعلق به تک تک شماست و همیانان داریم، هر ماه داریم واقعا هزینه‌اش رو پرداخت میکنیم، بیان گسترشش بدید. بگو به همیان در داخل اگه تلفنی باش صحبت میکنی نترس. هر اسمی میخواد برای صحبت میکنی، حسن آقا، حسن آقا، زهرا خانم، نمیدونم لیلا جان، برو این تلویزیون ایران آریاره نگاه کن. من باز میگم ما شق و رقم به شق و قمر میبریم، با مردم صمیمی داریم صحبت میکنیم، حقیقت رو باشون مطرح میکنیم. من برنامه جان براتون صحبت کردم یک واقعیتیه. این جنگ هویتی ما داریم، جنگ نحوه زندگی ماست. همین در داخل اون درک میکنه وقتی بهش میگی، وقتی گوش میکنه، آیا نگاه میکنه دخی عبدی رو میبینه، بقیه که میان صحبت میکنن میگه راست میگه این تلویزیون، چرا من این صحبت ها رو تلویزیون دیگه نمیشنوم؟ خب چه اینا برای من میفرسن؟ چرا دارن این کارو با من میکنن؟ چرا خود پرواز نمیکنن همین صحبت ها رو تعدادش بیشتر بکنن، همه به داخل به این طرف صحبت بکنن؟ اون خط ممنوع است ناظر، ما خط ممنوع جریان وجود نداره. بیان لطف بکنین در داخل ایران به هر طریقی که میتونی. با شخصیتی صحبت میکردم، خودم عزیز من لطف کن 50 تا کاغذ کوچولو روش بنویس تلویزیون ایران آریه نگاه بکنیم و این مشخصات بدون که در خطرم بیفته که یه وقت بگن چی کردی خانه آقای خانم، یه گود تو فروشگاه میرین روی پیشخون یا هر کجا بگذارش این رو. این خودش یک مبارزه است. میاد این تلویزیون نگاه میکنه میگه واو، نگاه کن موزیکایی که داره به داخل ایران میاد مال جوانای خودمونه.
به جای اینکه برن دارن بقیه رو نگاه بکنه که دارن از ساتلایت‌های مختلف براش می‌رسن، میاد تلویزیون نگاه می‌کنه. در این حال وقتی نگاه می‌کنه، می‌بینه یک سری میانپرا داره راجع به آزادی کشور صحبت می‌کنه، راجع به هویت صحبت می‌کنه، راجع به نحوه زندگی خودش دوست داره و یک آرزو شده براش. آرزوشش که موهاشو افشون کنه، بیاد تو خیابون لباس زیبا بپوشه. بعد همه این بچه‌ها سر خودش بکنه تو تابستون گرما، میگه آخه من چرا باید اینجور زندگی بکنم؟ چرا؟ این چرا رو جواب میده، چگونه جواب میده؟ میاد به صحنه، همین کاری که دو سال این دستار 2000 نو کردند. برای متاسفانه جنایتکاران دستشون در کار بود که با رژیم کار میکردند. اوکی، بریم سیاوش جان، بریم نگاه کنیم به گزارش CNN. ایران is this corner، یعنی ایران هم باش هست، کشور ما با کسی است که داره 17,000 سوری رو ظرف یک سال نیم گذشته قتل عام کرده. همین درک میکنین که کشور اشغال شده ما یک سری جنایتکار به نام خمینی و موسوی و کروبی و لاریجانی ها و رفسنجانی چه بلایی دارن در سوریه ایجاد کردن برای مردم؟ برای حمایت میکنه. چرا؟ برای که از خودش میترسه. تونس سقوط کرده، مصر سقوط کرده، لیبی سقوط کرده و بشار اسد، حتی خانم کلینتون هم گفت من نمیتونم پیش بینی کنم دقیقه یا ساعت، نگفت روزها، حتی گفت دقیقه و ساعت وقتی رسیدن اون کسانی که مبارزه میکنن و ارتش ریزش کرده رسیدن به پایتخت دمشق و در دور کاخ رئیس جمهور هستن، شما چی فکر میکنید؟ یعنی فکر کنید که بشار اسد میمانه سوریه آروم میشه و ایشون میمانه و همونطور که نمیدونم جمهوری اسلامی میخواد در سال 2014 نمیدونم میاد اون دو کارهایی که باید انجام بده انجام میده، کور خورده جمهوری اسلامی. بشار اسد رفتنیست. مدت هاست خدمتون گفتم، بازم تکرار میکنم، رژیم بشار اسد در حال فروپاشی، بی برو برگرد، شکی درش نکنید. امریکا داره میگه که ما منتظر هستیم که روسیه با ما این مدار همراهی بکنه. از طریق سازمان ملل وقتی میخوان کار بکنن داره میاد میگه دنیا بهشون فشار بیاره که بی خود خودو معطل نکن. اینا رفتنی هن. خب وقتی سوریه سقوط بکنه فکر کنه بعد هفته بعد ماه بعد چه اتفاقی میفته؟ ببین به محض اینکه قذافی کارش تموم شد سریعا حتی یک ماه طول نکشید بینگو دوباره سوریه شروع شد. این جرقه ای که شما در داخل در سال 2009 شروع کردید و نگاه کنید نتیجهش رو. برای شما متاسفانه کسانی داشتیم بین خودتون که خیانت میکردن بهتون. موسوی و کروبی با شما نبودن، اومدن جلو تا دیدن که اومدید که ما ساختار شکن نیستیم، برگردین خونه. و متاسفانه اون کسانی که در بیرون میتونستن این مقدار به شما انرژی مثبت بدن، بگن همین به اینا گوش نکن، اینا دروغ میگن، اینا با رژیم هم داره علنا بهت میگه ما میخوام به دوران طلایی خمینی برگردیم، دیر شد. شما سکوت کردید ولی هیچ وقت گیواب نکردید، تسلیم نشدید، نشسته منتظر روزی که دوباره بیای. این بار نه موسوی جلوی تو نه کروبی، فقط خودتان هستین برای آزادی کشورت، برای برگردوندن هویتی که شایسته است و بسیار زیباست. این هویتی که برای تو بودن بسیار زشت و کریه و ما باید ردش بکنیم و ردش خواهیم کرد، برای که ما آریایی هستیم، ما عرب عقب افتاده نیستیم، ما تازی هم نیستیم، کشورمون آزاد میکنیم با اتحادمون، با یک خیزش میلیونی. امیدوارم در روز ششم مهر ماه پنجشنبه ساعت 6 بعد از ظهر 10 دقیقه میلیون برزین و این جنازه متعفن جمهوری اسلامی رو از ایران آریای پاکش بکنین. ببینید به سراغ تلویزیون اشغال شده، بارها تکرار کردم، اون یکی از هدف‌ها و اصلیه مجلس شورای ملی اشغال شده ما، پادگانا، دفتر رئیس جمهور، کشورت رو آزاد میکنی. بهرام‌مزدا ایرانی کار بسیار شدنیه ولی باید جرأت رو پیدا بکنی، ترس رو بگذاری کنار، بگی من میخوام هویت خودم پس بگیرم بدون خشونت، بدون خونریزی، بیای و این ایران زیبا رو از دست این جنایتکارا نجاتش بدی. این وظیفه توست، جبر تاریخ، باید این کار رو بکنی. اگر اینجا قصور بکنی و این کار بترسی انجام ندی، در مقابل تاریخی که فردای ایران رو خواهد ساخت شما مسئولید. نسل فردا میگه چه خاکی به سر من کردید؟ شما نسل، پدرانتون اشتباه کردند، شما چرا اشتباه تکرارش کردید؟ چرا؟ پس برابر شما هم مثل پدرانتون بودی بهشون ثابت میکنی نه اونا اشتباه کردن، اونا متعصب بودن، مغز باخته بودن، نفهمیدن که خمینی کیست، آمدن به خیابان گفتن خمینی امام، عکس کثیفش رو در ماه دیدن و ریش کثافت خودش رو در لای قرآن. من از اونا نیستم، من آریایی ام، اومدم به صحنه گفتم من ایرانی ام، من آریایی ام، نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. بهشون ثابت میکنم نسل آینده منتظر شماست، بر صورت در ایران پا به قدم خواهد گذاشت. نگذارید مثل شما بسوزه، این برای که به سر شما آمد، نگذار به سر فرزندانت بیاد.
و در تاریخ نام این نسل آریایی که در سال 2009 به زیبایی اومد و دنیا رو متعجب کرد دوباره نوشته میشه که ایرانیان ببین چی کار کردند. دنیا لکه کثیفی رو روشون پاشون در سال 79 و خمینی در ایران نگاه کنید بعد از 33 سال اومدن به صحنه چگونه کشور رو بدون خونریزی آزاد کردن و دوباره شروع کردن به سازندگی کشورشون. این فردای ماست. وقتی من و تو با هم متحد بشیم فقط پرواز بکنیم و من میدونم که یه ده زیاد در ایران شروع کردیم به پرواز. پرواز بسیار زیباست. نگاه بکنیم به نفرت از محسن چاوشی، ببینیم چی میگه برای این رژیم. سیاوش جان لطف کنید به شماره 3 نگاه کنید، نفرت با صدای محسن چاوشی. Yeah.
این نسل جوان آماده است که کشورش رو پس بگیره. بهارمزده ایران روزهای خوبی برای ایران در پیشه، وقتی که این نسل جوان باش مستقیم صحبت بشه، بهش دروغ نگن، سر کارش نگذارن، بهش انرژی مثبت بدن، کار خودش به زیبایی انجام میده. همین جوانان در داخل ایران، تمام امید ما میهن پرستان شما هستید که بیان به صحنه کشورتون پس بگیرید و ایران رو با هم بسازید. میشه این کار کرد. من سرفراز چند تا خبر سریعا براتون میگم. بیکاری و گرانی، نماینده رژیم میگه مردم در رنج کامل هستند. ایشون غیبگویی کرده. شما میدونید که چه خبر توی مملکت. شورش علیه رژیم بشار اسد وارد مرحله جدیدی شد. فیلمش براتون نشون دادم. نازنین، هشدار ارتش آزاد سوریه به مزدوران سپاه پاسداران و حزب الله. در سوریه پاسداران و حزب الله بسیار فعالند و ارتش آزادی بخش سوریه داره بهشون هشدار میده که اینجا جای شما نیست، بدون اجازه نمیدیم که بخوان کشت و کشتار بکنیم و این بشار اسد جنایتکار نگرش دارین. آمریکا در قطر پایگاه دفاع موشکی مستقر کرده است. برای کی؟ برای این جنایتکارانی که کشور ما را اشغال کردن، اگه بخوان روشون زیاد بکنن و تنگه هرمز رو خطر ایجاد بکنن، براش کشور ما را نابود کنن. یکی از این سران جنایتکار رژیم میگه خدا کند اسرائیل چیزی به سمت ما پرتاب کند. لغو مرخصی تمام پرسنل نیروی انتظامی. رژیم وحشت کرده و خودش هم میدانه که راهی براش نمونده. برای شما هم میهن، اون راه رو باید بهش ببندید، به پایینش بکشید، بازداشتشون کنید و از فرداش ایران رو بسازیم بدون خامنه ای، بدون سپاه پاسدارانی که سرانشون جنایتکارن. اون پاسدار بسیجی به طرف شما میاد، به طرف همیهنانی میاد که کشورشون متعلق به اونها هستش و میگه اشتباه کردم. و شما چون آریه هستی، اگه دستش به خون همیهنان ما آغشته نیست، اونها رو میبخشی و همه با هم ایران رو میسازیم. سیاوش جان لطف که نگاه کنین به قطعه زیبایی تقدیم میکنن به زنان و دختران و پسران جوانان ایران از آرتین هست به نام مریم. مریم های ایران، شماها پا به پای آرتین ها و سهراب ها و بقیه در روز موعود بیان کشورتون طلب بکنه. کشور متعلق به شماست، کشورتون اشغال شده، پسش میگیریم. سیاوش جان نگاه کنید به شماره هفت لطفا. مریم میشینم یه عمری چش به راه مریم، منو میرسونه تا شبای رویا، چهره قشنگ و مثل ماه مریم. دلم آروم نداره بیقراره، گریه هر شبم بی اختیاره. گل مریم همه دارو ندارم، غیر مریم کسی رو دوست ندارم. نگاه کن تو چشم مریم، عزیز رویاهم مریم، پس کی مال من میشه؟ من تو رو میخوام مریم. نگاه کن تو چشم مریم، عزیز رویاهم مریم، پس کی مال من میشه؟ من تو رو میخوام مریم. چشون از عاشقی باشه، دوست دارم دستاشو تو دستم بگیرم، وقتی که چشماشو میبنده بمیرم. دوست دارم زندگیمو براش بذارم، آسمونمو براش هدیه بیارم. میشینم هر شب و هر شب سر راهش، تا چشم بیفته تو چشم سیاهش. نگاه کن تو چشم مریم، عزیز رویاهم مریم، پس کی مال من میشه؟ من تو رو میخوام مریم. نگاه کن تو چشم مریم، عزیز رویاهم مریم، پس کی مال من میشه؟ من تو رو میخوام مریم.
قیافه آرتین آریایی نیست، اون دختر خانم آریاییه. شما بگنید آرتین ها و اون مریم اینا میرن تو نماز جامعه جلاب جنتی و اون یارو خاتمی اینا می نشینن، یا جلو خامنه ای میره؟ ها واقعا فکر میکنید اینا جوانان آریایی ان؟ گیباب نکرده، موزیش درست میکنه، یه خود رو سر اون دختر گشته، اشکالی هم نداره، عشق رو نشون میده، یه جون میدم برات، جون برای معشوقش میده، نه برای فلسطین، نه برای خامنه ای. سقوط کردیم. نگاه کنیم به یک شخصیت آریایی دیگه که نامش از استاد مصطفی بادکوبه‌ای. سیاوش جان اگه لطف کنیم به سخنانشون گوش کنیم. یک شخصیت آریایی که در زندان جمهوری اسلامی است و ما باید هر روز به فکرش باشیم، صحبتاشو پخش کنیم که همیان در داخل هم بدونن اگه کسی گرفتار میشه صدای اون گرفتار نیست، صداش میتونه حرفشو بزنه. سیاوش نگاه کنیم به شماره در لطفاً. این وطن مهد اهوراست اگر دریابند، این وطن مهد اهوراست اگر دریابند، خطه ایزد یکتاست اگر دریابند، دشت عشق است کز آن بوی محبت خیزد، مهر در مهریه ماست اگر دریابند، دشت ما غمزده خون سیاوشان است، شاهدش لاله صحراست اگر دریابند، قصه پاکی عشق از لب شیرین بشنو، عفتش رشک زلیخاست اگر دریابند، در دل ما سخن از کینه و خونریزی نیست، خانه عشق همین جاست اگر دریابند، هر که از عشق وطن گفت شود عین وطن، قطره اینجا خود دریاست اگر دریابند، قطره اینجا خود دریاست اگر دریابند. توهین به یک ایرانی یعنی توهین به ایران، و اگر ما اکتلا من نشون میدیم برای اینه، هر که از عشق وطن گفت شود عین وطن، قطره اینجا خود دریاست اگر دریابند. مام میهن نگران تب و تاب من و توست، فصل مجنونی لیلاست اگر دریابند، شعر آزادی انسان به لب کوروش بود، غزل مهر فریباست اگر دریابند، مرزبان وطنم جان هزاران آتش که کماندار کمانهاست اگر دریابند، سیلی بابک ما خورده به گوش تازی، سرخی چهره چه زیباست اگر دریابند، سیلی بابک ما خورده به گوش تازی، سرخی چهره چه زیباست اگر دریابند، هفت خان دیدن و چون رستم از آن بگذشتن، پنجه در پنجه دنیاست اگر دریابند، عارفان عاشق این مرز سراسر گوهرند، شیخ در معرکه تنهاست اگر دریابند. عارفان
عاشق این مرز سراسر گوهرند، شیخ در معرکه تنهاست اگر دریابند. مایه وحدت ما عشق وطن باشد و بس، شور این عشق هویداست اگر دریابند. آن که بر تازی و شمشیر کجش میتازد، شعر فردوسی والاست اگر دریابند. آن که بر تازی و شمشیر کجش میتازد، شعر فردوسی والاست اگر دریابند. گل امید که روییده در این وادی سبز، شعر آزادی فرداست اگر دریابند. توهین به یک ایرانی توهین به ایران است، در یک قسمت ایشون گفتند، واقعیتی است. 33 سال داره به ما توهین میشه در سطح جهان، در داخل ایران. برای این توهین باید متوقفش بکنیم. کی میخواد این کار بکنه؟ خودمان. دنیا نمیاد جلوی این جنایتکاران بگیره به ایرانی ها توهین نکنید، نگذارید زنان و دخترانشون برن در جنوب خلیج فارس به خاطر فقر اقتصادی تن در بدن به اون چیزی که شایسته یک دختر و زن آریایی نیست. کی میخواد این نوازش بکنه؟ جناب بابا خامنه ای؟ رژیم جمهوری اسلامی؟ اینا آمدن که ما رو به این روز بندازن، دارن با هویت نوع زندگی ما دارن مبارزه میکنن. باید عوضش کنیم، نزنیم خودمان. ما خودمون فراموش کردیم نشستیم برامون کاری بکنن، نتیجهش این میشه. وقتی خودمان به صحنه آمدیم، یعنی خدایان اینا وقتی به صحنه آمدن کشورشون رو آزاد میکنن. شما درک نمیکنید، نخواستید درک کنید چه قدرتی دارید، خودتان به این استفاده نکردید، نخواستن استفاده بکنید. همه شما رو مشغول کردن تا امریکا نخواد، اینا خودشان باید اومدن خودشون ببرن. نه نازنینان، خودمان به خودت باور بکن ببین چه قدرتی داری. بر قدرت‌ترین ارتش در داخل ایران شما همینان آریایی هستید، میلیونید، 70 میلیون، میگیم 20 میلیونش فعال در مقابل 500 هزار، 1 میلیون مغز باخته زیر قبای آخون رفته. کی برنده است؟ شما پاسخ بدید. خودتان، خودمان میشه این کار کرد. زیاد بچه نگاه کنیم به آزادی چیز، What is freedom؟ با شاهد که در ایرانه، آزادی چیست؟ زیاد بچه شماره 9 هست. آزادی چیست؟ این که بیگناه رو دار بزنیم، بعدش با علکی بیگدار به آب بزنیم، یا که توی اخ و بیخودی هیداد بزنیم، مرگ بر مرگ بر تا بشیم شاد یکمی. آزادی چیست؟ این که به ناموس تجاوز بشه، بعد تو تلویزیون بگن تمارز بشه، آخرم به اسم یه منافق خونده بشه، از این و اسلام و خدا هم رونده بشه. آزادی چیست؟ این که دهن تو باید ببندی، هر کاری که کردم باها تو باید بخندی، برو نیاری که چه بلایی سرت میارن، اگه مخالفی تنها دور سرت میذارن. آزادی چیست؟ این که دست تو باشه کافری، کسی هم هم نداره بکنه واسه داوری، یه کجای قرآن تفری و آبادی حرومه، فقط باید توی خونه خواب باشی. آزادی چیست؟ این که پلیسی تبش توشه، خفشی از بغلت رد شد بدنت چلشه، اینجوریه که امنیت رو حس میکنی، نه این ترس نیست، داری اشتباه فکر میکنی. آزادی چیست؟ این که جوری که میخوای نکردی، این که خیابون با جنس مخالفت نخندی، این که رو سری تو جوری که میخوای نبندی، این که هیچ وقت تو معنی آزادی رو نفهمی. آزادی اینه که باشی رو پای خودت، تا که گل بشه همه جور شوتای گلت، وقتی نمیذارن آزادی رو لمس کنی، مجبوری علکی روز و شبت رو سر کنی. آزادی اینه که باشی رو پای خودت، تا که گل بشه همه جور شوتای گلت، وقتی نمیذارن آزادی رو لمس کنی، مجبوری علکی روز و شبت رو سر کنی. آزادی رفیقم شده توی زندانی اسیر، یاری مرمه که مینویسه تکستای عجیب، تو نهایت آرزوی انسانی پوله، یا اون عشقی که توی دلت زندانی بوده. میگن آزادی یعنی آزادی یه دختر و پسر، میگن پول بخونه کسایی که کشن و بدن، تو حق داری فرو بری به فکری امین، چرا فتوزه چا شده روی فلسطین اسیر. آزادی خونه واده های
فقیر و بیچاره، شب و کنار هم پسرشون حسی رو بیاره، واسه افطاری کاسه های حلیم رو بیاره، ولی باز به یاد دختره که یتیم و بیچاره. حاضر اینه تو خیابون راه بری راحت، نخفت کنم بگن کاسه بیانه. اینم ایرانی که یادگار نسل قدیمه، روی پلای هوایی دور بچه یتیمه. میگم حاضر اینه خودت باشی به یاد خدا، نه اینکه بزور کنم توی گوش صدای دعا. اگه میبینی حرف من زهر داره هنوز، چون چیزی نی اشک من سرشار هر روز. من آزادی و با خدا و خونواده دیدم، اسارت رو دیدم تو وجود روزگار بیرم. اگه آزادی این زندگی با غم جوونی، میگم آزادی یعنی پریدن بابک مسومی. آزادی اینه که باشی رو پای خودت، تا که گل بشه همه جور شوتای گلت. وقتی نمیذارن آزادی رو لمس کنی، مجبوری علکی روز و شبت رو سر کنی. آزادی اینه که باشی رو پای خودت، تا که گل بشه همه جور شوتای گلت. وقتی نمیذارن آزادی رو لمس کنی، مجبوری علکی روز و شبت رو سر کنی. درود به شاهد نازنین و رب بسیار زیبا و پرقدرتش. بچه‌ها در ایران دارن مبارزه میکنن با شعرش، با موزیکش، با رپش، به هر طریق. و روز موعود میاد به صحنه، بین همیانان فریاد میزنه آزادی آزادی، ایران ایران ایران. اون روزی که میخوان به صحنه بیان، نازنینان میتونید بزنید و بکوبید و برقصید. من یه تیکر نافرمانی مدنی رو مرتب میارم، متاسفانه فرصت نمیشه پخش کنم. میان به صحنه با شادی، بشکن میخوای بزنی بشکن میزنی، میزنی میکوبی، موزیکت میبری بالا، ولی همه با هم فضای ایران رو پر از شادی میکنین. و این جنتکاران که ایران رو پژمرده کردن، این گل همیشه بهار ایران رو دوباره برش میگردونی و زیباش میکنی. سیاوش جان به شماره 11 نگاه کنیم. گل همیشه بهار، ایران همیشه گل و همیشه بهاره، ولی الان پژمرده شده. برای که حشراتی اومدن که دارن این گل رو پژمردهش میکنن، ولی دوباره باید بیاد. قنچه هاش که شما هستین دوباره باز میشین و فضا ایران رو معطر میکنین و بوی گند کثافت خامنه ای و مزدورانش رو به کنار میکنین. این کار شدنیست، باید با هم متحد بشیم این کار انجام بدیم. نگاه میکنیم به گل همیشه بهار.
همه شادن، ایرانی، ایرانی آریایی، هر شادی است، رقص، موزیک، لذت بردن زندگی است، تجمل، تجدد، لذت بردن زندگیشه. چی شده بر ما؟ برش میگردونیم خودمان. از برنامه به پایان برسونم. خاطرتون باشه در دو برنامه قبل اون دختر کوچولی فرانسوی به اسم کارولین کاستا که 6-7 سالش بیشتر نبود، الان یه مقداری روش کرده، یه تینیجر شده، یه دیگه براتون انتخاب کردم، زیباست. در ایران دختران، زنان دهنشون چسب زدن و حقشون رو، حقوق بشر گرفتن ازشون، و در خارج به این طریق نیست. روش کرده، برای خودش الان مشهوره، فرانسوی است، برای انگلیسی رو موزیکال که میخونه کوچکترین لهجه‌ای نداره. تیکی است به اسم هرت و کارولینا که من فکر کنم 13-14 سالش باید باشه الان و بسیار شاده، یه مقدار قیافش تغییر کرده، برای زیباست، آزاده و در کشور فرانسه داره خوانندگی میکنه و آینده بسیار روشنی داره. بیایید آینده روشن برای همینان، زنان، دختران، این فرصت رو بهشون بدیم که به اون طرفی دوست داره، اگه صدای زیبایی داره، اگر هنری داره، بتونه در کشور استفاده بکنه. شخصیت‌های در